بله، بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 12 ماه جون 2020 برابر با 23 خرداد 1399. حتما شما هم یادتون هست که اون روزای آخر مدرسه خیلی هوا گرم می شد و اگر کسی بعد از 15 خرداد مدرسه می رفت حقیقتا غیر قابل تحمل بود. در یه شهرهای مثل شیراز که روزش آفتاب و گرم و از وقتا صبح که می رفتیم مدرسه هوا سرد بود، از که می اومدیم خیلی گرم، ولی توی این ایام دیگه صبح و بعد از ظهر اینها نداشت و همیشه گرم و طاقت فرسا بود. یه خبر خیلی خوب براتون دارم که فردا، هنوز اسمشو معین نکردیم، نگاهی به جریانات اخیر آمریکا، نگاهی به آمریکا و دنیا. یه آقایی بود 4 سال پیش در تلویزیون مردم، آقای عباسی، برنامه داشت و ایشون درباره به اصطلاح ماتریالیسم، ماتریالیسم وقتی به فارسی میخوای ترجمه کنی این تفاوت ماده با مادی ما رو به دردسر میندازه. و دوباره اگر فرصتی بشه که قرار گذاشتیم فردا شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا، 4 بعد از ظهر به وقت واشنگتن نیویورک با هم باشیم. شما هم اگر پرسشی دارین در این مورد میتونید تماس بگیرید. ضمناً اگه یادتون باشه من تو چندین برنامه تا حالا از دوستان خواستم که اگر کسی طرفدار یا موافق ترامپ هست بیاد صحبت کنه. آقای سعیدی حالا یا روش نمیاد بگه من طرفدار ترامپم، که خود این خیلی بده، خب اگه کسی نمیتونه با افتخار بگه من طرفدار ترامپم یعنی ترامپ آدم درستی نیست. ولی امکان داره بعضی کارهای ترامپ موافق، یعنی ایشون موافقش باشه. فردا شنبه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت نیویورک با آقای عباس سعیدی هستیم. شما هم اگر سوالی دارید و اینها میتونید، هم به صورت زنده روی فیسبوک پخش میشه، روی مردم تیوی دات کام پخش میشه، روی یوتیوب پخش میشه و میتونید 4 جا ما پخش میکنیم. شما میتونید روی صفحه شخصی خود من پخش میشه، روی صفحه مردم تیوی هم تو فیسبوک پخش میشه. و یه خبر خوب دیگه اینه که حالا یا به خاطر دوستانی مانند آقای لادن، آقای نیساری، آقای ارشاد، همین کانون آوا، یا یه مقداری هم به خاطر خود بنده، یه آمار جدیدی خدمتتون بدم. اینجا نوشتم فیسبوک، بله، و فیسبوک دوباره، یکیش 285,000 تا، یکیش 309,000 تا. خود من خیلی کاری به عدد و رقم ندارم، برای که این عدد و رقم ها رو واقعی نمیدونم. بارها گفتم آقا بنده 12,000 نفر دوست اینجا دارم، 5,000 تا اونجا دارم، 3,000 تا اونجا دارم، والا بلا اگه یه روز بیام بگم $10 الان به من بده، خب دروغ میگم اگه بگم نمیدن. افرادی مثل پتیک هست، آقا ما یه فیلمی رو میبینیم از این فیلم خوشمون میاد، برای این آقا میفرستیم، این میگه فوری من اینقدر میدم اینو پخشش کن. میگم آقا احتیاج نیست شما پول بدی، اینقدر کمک کردی به تلویزیون مردم که من حقیقتش شرمندت هستم. ولی یه کسی که باور داره به یه کاری و اون کار رو انجام میده شرمنده دوستانش نمیشه، با افتخار. من مدتها پیش به یک آقایی بود، این دیوونه است، مرتضی آقا محمدیه، یه همچین فامیلی داره، داداشش هم مجتبی اون ور دیوونه است، اینم این ور دیوونه است. گفتم آقا شما به من نگو نمیدونم زنمو طلاق دادم پول ندارم، شما برو بیرون وایسا بگو من میخوام یه جایی صحبت کنم در رابطه با آزادی، حقوق بشر. به من گفتن آقا $30 $100 $50 بیا. والا این مردم آمریکا انقدر بخشنده هستن که شما اگه قرار باشه 1 ساعت وایسی، تو نیم ساعته پولتو در میاری میری. در اصل اینا اصلا فلسفهشون خراب و اینهاست. بگذاریم، من 2 هفته 3 هفته پیش بهتون اعلام کردم به خاطر این مشکلات اینترنت و اینهایی که داریم اصلا تصمیم گرفتیم برای، چون یه اینترنتی داشتیم برای
اینجا از همون هم استفاده میکردیم برای خونه و اینها، ولی این روزا شما چون استریمینگ داری، ما که از 2003 تا حالا استریمینگ داریم، باید اینترنتت خیلی بالا باشه، نه یعنی 1000 مگابیت. ما اون وقتا نقل میگفت 56 کیلو دارم، 56 کیلو جیغ میزد، جیغ و ولان تا وصل میشد. الان حالا ببینید کیلو بعد مگا میشه 1000، میشه میلیون، حالا گیگا میشه 1000 میلیون. یعنی دیگه اونایی که تو ایران هم بلدن، ما بلد نیست. بمانه مجبور شدیم اینو بگیریم. وقتی اینو گرفتیم و حساب خونه رو جدا کردیم از اینجا، بعدن فهمیدیم که ای ما یه باتری داشتیم که این باتری رو گذاشته بودیم برای که وقتی برق بره ما برنامه‌مون اگه زنده هست قطع نشه تا برق برگرده. اینجا معمولا برق بیشتر از دو ساعت، نیم ساعت اینا نمیره، ماکسیموم میشه دو ساعت اگه یه جایی ترانسفورمری چیزی سوخته باشه، منفجر شده باشه، افتاده باشه، تصادفی شده باشه، میرن میارن فوری میذارن و اینها بمانه. که البته سوال اینه که چرا قرن 21 ما ترانسفورمرمون روی به اصطلاح چوب و دیرک یا تیرک میگفتن باشه، اون حرفی جداست. خلاصه ما این باتری رو گذاشتیم، الان چون دوتا اینترنت داریم باید دوتا باتری داشته باشیم، دوتا باتری داشته باشیم که اگر برق رفت این مانیتور، اون کامپیوتر اصلی برای پخش زنده اینا رو نگه داره. حالا دوربین نخواستیم ولی میکروفون هامون رو نگه داره. ضمناً در برنامه قبلی که داشتم دوستان گفتن که صدا خشخش میکنه، کاشف به عمل آمد به دلیل این قطع وصل برق. اونایی که کار کامپیوتر اینا انجام میدن میدونن قدیما که این میکروفون ها اینجوری بود، حالا این کوچولوشه ولی بزرگش اینجوری با یه فیش شما میزدی توی دستگاهی ضبط میکردی و فلان، برق میرفت میمد، شما خاموش روشن میکردی، هیچ فرقی نمیکرد. ولی الان که میکروفون ها با USB هست، یعنی با گفتم تو خود اینم یه میکروفونه، با این چیزا وصل میشه، اینا چون پروگرام دارن وقتی برق میره و برمیگرده دوباره باید پروگرام بشه یا دوباره باید روشن باشه. معمولا ما اینا رو روشن نمیذاریم، هم به دلیل سکیوریتی، هم به دلیل اینکه میخوایم کامپیوترمون به اصطلاح اون پروسسورش بگه آقا ما همون به پی سی افتادیم، هم پی سی پرسونال کامپیوتر، هم پی سی واقعا زلالت و بدبختی. خلاصه ما اینا رو روشن نمیذاریم که تا ویندو روشن میشه همه اینا روشن بشه. اینا وقتی خاموش شد و روشن شد، از این 4 تا میکروفون دوتاش کار نمیکرد، اون دوتا با هم شریک شده بودن. وقتی هم شما شریک میشین مثل این میمونه که شما کنار خونتون یه خونه برای پسرتون میسازین، بعد این آب لوله رو نمیری یه آب بزرگتر بگیری، همونو میدی. اگه این رفت توالت سیفون زد شما سردت میشه، اگه شما رفتی نمیدونم دستشویی یا حمام اونا سردشون میشه. بعضی از کارا بهتره که درست و صحیح انجام بشه. پس باز برگردیم از این که امروز جمعه هست، 12 جون برابر با 23 خرداد 1399. آقای فرزاد نیساری ساعت 2:30 با ما خواهند بود، آقای امیر حسین لادن ساعت 3:30 با ما خواهند بود. با آقای فرزاد نیساری اگه ایشون مطالبی رو که خودش آماده کرده گفت و زود تموم شد، من یه سوالی دارم. آقا شما دوستان، شما آقای آبتین، آقای ناصر ممقانی، ناصر ممقانی پولی، اینا وقتی یه چیزی رو فراخوانی رو مینویسید با کسی هم مشورت میکنید؟ حالا همسرتون، برادرتون، همسایتون، دوستتون، به قول آقای لادن همگامتون. من دیدم بارها این اندیشکده وقتی یه چیزی رو می نویسن یا چی می کنن، این نشون میده که قبلا یه دو بار تصحیح شده. آقا خانم، یه چیزی اگه تصحیح بشه، اصلا این کلمه تصحیح یعنی همین، یعنی قبلش یه اشتباهی داشته، یه اشکالی داشته، الان تصحیح شده صحیح و سالم. چرا ما از چرک نویس بدمون میاد، چرا ما از پیش نویس بدمون میاد نمیدونم. چرا راستی میگن چرک نویس؟ تو شیراز بیشتر میگفتن چرک نویس، پاک نویس.
قبلش وقتی می نوشتی و خط خطی مثل اینجوری می شد می گفتنش چرک نویس، بعد که می شنسی از روی این درست می نوشتی می شد پاک نویس، معمولا هم پاک نویسه باز اگر می نوشتی می شد پاکتر پاکتر. یعنی شما می شی اینایی که پرفکشنیستن. پرفکشنیست یعنی هیچ وقت از اون کاری که انجام داده راضی نیست، و این خوبه یه جایی، یه جاش آزاردهنده است. خوبه چون شما هر روز از دیروز کاراتون بهتر میشه. خیلی ها من میگن آقا شما آقای سوربی 20 سال پیش نیستی. میگم آقا من اگه 20 سال پیش بودم شما باید سوربی 20 سال پیش بودم شما میمدی به عنوان دوست میگفتی آقا یه کلاسی برو یه چیزی یاد بگی. شما باید خوشحال باشی که من به عنوان دوست شما هر روز به نظر خودم بهتر از دیروز و بیشتر از دیروز میفهمم و الی آخر. خب با آقای امیر حسین لادن، با آقای فرزاد نیساری درباره یک فراخانی که آقای ممقانی، این آقای ممقانی خب اوایل که تو کار اون چیزایی بود که تولید میکرد، حالا یا من میگمش آفتابه جدید یا بیده میگن فرانسوی بعضیا که اسم بهتری داشته باشه، بذارید من اینو با دوستان مردم تیوی هم شیر کردم. بله شیر، فقط یه اینویتی هم از دوستان. بله خب میرفت تو تلویزیون های مختلف. اون موقع اینجوری نبود که شما تلفن تو بگیری دست تو خیابون را بری داری میری سر کار نفس نفس، یا رفتی نهار خوردی سنگینم شدی حالا ها 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 برنامه پر کنی بعد هم اینجوری جوری بشه اونی که نگاه میکنه سردرد بگیری. ببخشید اینو میگم، مثل یک آدم، مثل یک دسته گل میرفتیم یه جایی مینشستیم، نوری بود، عکسی بود، آبی بود، لیوان چایی بود، به سلامتی چای می نوشیدیم و اینها برنامه اجرا کردیم. ولی حالا همه چی بند تنبونی شده. این دوستمون اینجا راه میره، صبح داره میره سرکار، برنامه اجرا میکنه، مثل که مخفیانه دوربینو گرفته بغل کمربندش. میگم آقا این زشته، اصلا تو دماغ و ممغ همه چی پیدا میشه. خلاصه آقای ممقانی اومده یه ویدیویی رو به زبان انگلیسی میگه که برین جلو سفارت آمریکا، بعد میگه ببخشید اشتباه گفتم، برید جلو سفارت آلمان، بعد میگه روز 15 بعد میگه ببخشید اشتباه کردم روز 16 ما برای دوستمون یه خانمی هست به نام ایرانبان خاتون، اتفاقا ایشون اجازه دادن که من پیامشون رو پخش کنم، ایشون برایشون نوشتم که من اینها رو به عنوان اشکال میبینم که یه نفر بیاد به همه دنیا، تازه من میگم آقا چرا به زبان انگلیسی میگی برای که من برای همه جهانیان فرستادم. حالا ببینیم 15 یا 16 جهانیان چند نفر میرن جلو سفارت آمریکا، چند نفر میرن جلو سفارت آلمان. چرا جلو سفارت آلمان؟ دوباره یه نفر، آقا هزاران نفر میان میرن، یکیشو من و شما خبردار میشیم. این جمهوری اسلامی بهترین حکومت برای این آمریکا و اروپا، یواشکی میان پول خرج میکنن، یواشکی میرن پولاشون رو قایم میکنن، اونا میدونن که این پولا بعدن که اینا سقط شدن پوله میره تو جیب خودشون، همونجوری که پولای شاره. حالا شما هی بشین زور بزن، هی بگو آقا ما اومدیم آخوند فلانی، اونا سوار ماشینش میکنن تو بارون میفرسنش میره. با آقای رضا زرابی داشتم چند مدت پیش همینو میگفتم، گفتم خب نتیجه این شلوغکاریایی که شما کردین این بود که این در رفت. حالا ما نمیگیم، اینم تشویق نمیکنیم، ولی شما اگه یکی تو رفته بودین یه چوبی زده بودین تو پای این، اولا 3 میلنگید. ولی این همه کار کردید، نامه به این، نامه به اون، به اون سفارت، به اون سفارت، آقا سوار ماشین شد شب رفت. حالا اینا میگن فلان قاضی آمده، این قاضی که قاضی حکومت جمهوری اسلامی معلومه که قاضی نیست، قاضی که 41 سال بعد انقلاب هنوز میگن دادگاه انقلاب، معلومه که نه خودش قاضیه نه قضاوتش به اصطلاح به قاضی ها میبره. ولی خب بریم بگیریمش محاکمش کنیم. چشم، حالا ما میخواییم به اینا بگیم آقا شما این نوشته ای رو آماده کنید، بابا من الان اومدم اینجا نوشتم پیام دوستی که دنبال کار میگرده، یه دوستی نازنینی نوشته پیام گذاشته من دنبال کار میگردم، دوست عزیز دوباره زنگ بزن پیامتو بگو، اگه میخوای اسم بذار یا شماره تلفن بذار اگه کسی کاری چیزی داره. ولی الان که همه دنبال کارن، خود من آخرین روزی که کار کردم
15 مارچ بوده یا مارس بوده، بعدم به ما گفتن فعلا نیا، گهگاه یه روز نصف روز کار هست میرم انجام میدم، ولی دولت چون ما اینجا مالیات دادیم تکس دادیم بهمون یه حقوقی داره میده، تا هفته 12 هم همین امروز قرار بود بهمون بدن، 2 روز پیش داده. و شما بگو که چه کاری میتونی انجام بدی. واقعا بعضیا میگن آقا ما هر کاری باشه انجام میدیم. بهتون یه بار گفتم یه دوستی ما داشتیم آمده بود و زندان بود و تو فیلادلفیا بود و با پاسپورت قلابی اومده بود و زنگ زد گفت سربی اینجا همه سیاه‌پوست و فلان اینا، من از این زندان در بیار، حتی اگه شده توالت میشورم فلان اینا. وقتی اومد اینجا بهش گفتیم آقا این دوست ما احتیاج داره یک کسی بره کمکش موکت بچسبونه، شما ماشاءالله قوی هستی و بوکسور هستی اینا، موکت ببر. آقا روز دوم که رفت، حالا اون بنده خدا صبح میمد در آپارتمان اینو سوار میکرد میبرد، یعنی ایشون نباید جایی سوار ماشین میشد، از در آپارتمان گرم و نرم میمد سوار ماشین میشد، حالا یا صبحونه رو خورده بود یا با هم صبحونه رو میخوردن، میرفتن موکتا رو جابجا کنن بچسبونن بیان. هفته اول که شد گفت من برای این کار نمیکنم، شما یک شما که ون داری بده به من، من برای خودم برم. گفتیم آقا اینجوری نیست، به این سادگی نیست. اون ماجرای آهنگری بود که پسر مادر با التماس پسرش گذاشت دم یه آهنگری یا دم یه ریختگری. ما پسر روز دوم که اومد گفت مادر دیگه من نمیرم سر کار. گفت چرا؟ گفت که این پول ارث بابا رو بده من یه مغازه درست کنم. گفت آخه تو به این مغازه چی یاد گرفتی؟ چه من؟ گفت من آهنگر شدم. گفت چیکار می‌کنی؟ گفت این کارش می‌کنی، میلش می‌کنی، گردش می‌کنی، نمیدونم میله پهنش میکنی بیله. به این سادگی نیست. در هر صورت برگردیم باز به این دوستمون که تقاضای کار داره. کار الان آمازون دنبال راننده میگرده، گواهینامه مخصوص احتیاج نداره، کارش لوکاله، ساعتی 15 دلار میده، شنیدم کرده 17 دلار، اینو میتونید انجام بدید، ولی خیلی برو تو بیا بیرون داره. برید کارهایی که میتونید انجام بدید، آزمایشش بد نیست، برید توی این پارت استورا دیلرا بگید من میتونم یه ماشین رو ببرم بیارم، ممکنه پارت دیلیوری کنید، ممکنه حسابداری بلد باشید، ممکنه مهندسی به برقی چیزی بلد باشید، ممکنه کارگر خوبی باشید. بالاخره باید بگید چه کاری و کجا هستید تا دوستان هم اگر کاری دارن به شما بگن. یه دوستی خیلی محبت کرده، پیام جالب و خوبی، یعنی خوب اینه که میگن شورت اند سویت، خود ما هم میگیم مفید و مختصر باشه. اسمشونو گفتم، حتی گفتن از کجای ایرانن، الان کجا زندگی میکنن و درباره برنامه‌های آقای لادن صحبت کردن. من پیام شما رو برای آقای لادن فرستادم، ایشون هم از شما تشکر کرده، احتمال زیاد در برنامه یه که با خود ایشون ساعت 3:30 داریم باز میگیم که شما لطف کردی پیغام گذاشتی. ولی ای کاش اول پیامامون ما بگیم این پیام خصوصیه یا این پیام، اگه نگیم خصوصیه سوربی میتونه پخش کنه. من با همه اینا چون میدونم دوستان یادشون میره، مگر آقای بهرامی، مگر پتیک، اینا وقتی زنگ میزنن پتیک میگه سوربی جان این پیام خصوصیه، بعدم یک جوک خیلی قشنگی برای من تعریف کرد که ماجرای زن با شیطان، نمیگم چون برای تلویزیون خوب نیست. در هر صورت به خاطر همینه، اگه کسی نمیخواد اسمش پخش بشه، کسی نمیخواد پیامش پخش بشه، کسی نمیخواد شمارهش پخش بشه، پیام بذاره حرفشو بزنه ما پخش میکنیم. یادتون باشه پیام گذاشتن شما معنیش پخش کردن ما نیست. من از شما دوستان خوب، مخصوصا دوستان نزدیک، خواهش میکنم دوستان زنگ که میزنید حرفتون رو بزنید، هی به من نگید سوربی اگه وقت داشتی و دوست داشتی به من زنگ بزن، والا بلا من نمیرسم. آقا ببخشید، حالا خدا خواسته ما شانس آوردیم، خودمون که خوب نیستیم، زنمون خوبه، ما رو تحمل کرده 41 سال 42 سال زن داریم. خب زن داشتن، بچه داشتن، 3 تا نوه داشتن، اینا بالاخره کارم باهاش میاد. همین امروز صبح من قبل از برنامه نیم ساعت داشتم با پسر 9 ماهه دخترم بازی میکردم، آدم دست درد میگیره از بس اینا ماشاءالله پر انرژی. دیروز داشتم با پسرم بازی میکردم. خب شما نشستی سر کارت،
کارات انجام دادی، حالا کسی نیست، زنگ میزنی به سوربی. قرار نیست سوربی اون لحظه اویلیبل باشه، قرار نیست سوربی حتی بعد از اینکه پیام شما رو گرفت زنگ بزنه. آقا جون دستگاه پیامگیر گذاشتیم برای همین، زنگ بزنید سوربی من امروز شنیدم که خانم مرجان فوت شده. نظر من درباره مرجان اینه، من نظر خودم رو میگم، تو برنامه قبلی هم گفتم مرجان به نظر من هنرپیشه خوبی نبود. توی ایران این خانمایی که مثل حاله و نمیدونم اینا دیگران اومده بودن نمیدونم از طریق سکس وارد شده بودن، بعدم اینا به هم دیگه پاس میدادن، این کارگردان به اون پاس میداد، این هنرپیشه به اون پاس میداد، اینا هنرپیشه نبودن، یه چیز پیششون بوده ولی هنرپیشه نبودن. بعد حالا این خانم هم آمده بود و بعدم ازدواج کرد با یه کارگردانی، بعدم رفت خواننده شد، بعدم شد مجاهد. در برنامه قبلی خانم جیلانی میگه که مرجان به خاطر دو تا بچهش که مجاهد بودن و آخونده اعدامشون کردن این مجاهد مونده. دوستمون گفت خانم این زمان انقلاب احتمالاً بچه‌هاش 4-5 ساله بودن اگه بچه‌ای هم داشته، ولی خب خیلی ها رو دیدیم 12 ساله 14 ساله و اینها به اصطلاح گرفتن اعدام کردن و اینها، اونها مسائل جنبی ما کلشو میگیم. اتفاقا امروز باز شنیدم که آقای جمشید علی مراد یه خواننده‌ای که ایرانی ها زیاد ممکن بود نشناسنش، یا خواننده هنرمند واقعا شنیدم فوت شده رفته و میگن نگید فوت کرده، وقتی میگید فوت کرده یعنی خودش میخواست که فوت کرد، ولی فوت شد یعنی یه اتفاقی افتاد و فوت شد. گویا در بیمارستانی در لس آنجلس شهر فرشتگان ایشون از دنیا رفته. من اجازه بدید آقای نیساری رو پیدا کنم. این سکایپ ما دیروز و پریروز تو همین بر رفتن و آمدن و اینها گفت حالا میخوای آپدیت کنیم، گفتیم بفرمایید، آپدیت کردیم، تمام سیستم ما رو ریخته به هم، حتی خودش بی اجازه از اون میکروفون استفاده میکنه به جای این میکروفون، از اون دوربین استفاده میکنه که ما اصلا دوربین نمیخوایم و الی آخر. ببینیم حالا ایشون هستن یا نه. ساعت 2:29 است و من به ایشون گفتم 2:30 به وقت نیویورک که با واشنگتن همزمان هست با ایشون خواهیم بود تا در رابطه با جریانات اخیر ایران از کرونا گرفته از این مشکلات و دادگاه‌ها و اینها. من یه چیزایی راجع به لاریجانی و اینها شنیدم ولی دیگه آدم نمیدونه کدوم خبر درسته کدوم خبر درست نیست. گاهی وقتی اگه دیگران رو بیاری و هم اجازه بدی اونها صحبت کنن شما کمی فکر کنید بیشتر یاد میگیرید، مثل تلویزیون شاه و لایی نباشه 24 ساعت همه میگن زنده باد شاه. اون فیلمی که من گذاشتم میگه تهران شناسی، بیاین نگاه کنید ببینید تهران زمان شاه چی بوده. حالا تازه ما شهرستانی ها همیشه میگیم تهرونی ها فکر میکنن ایران تهرانه و تهران هم شمیرانه، خبر ندارن که اونایی که شهرستان بودن چه مشقاتی میکشیدن چه مشکلاتی داشتن. اونی که کردستان بود زن حامله رو باید با الاغ و رودوش کشیدن و از کوه و صخره رفتن برسونه به یه بهداری که حالا آیا اون سپاه بهداشت هم اونجا باشه یا نباشه، اینا خبر نداشتن. ولی شما برید ببینید تهران رو آقای کامران شیردل چگونه نشون میده. 2:30 است، میریم سراغ دوستمون آقای نیساری از اروپا. بله ایشون هم هستن. بله اجازه بدید من بسیار تصویر خوب خیلی عالی و آقای نیساری سیرت خوبی داره، حالا با این تصویر و اینا میشه صورت خوبی هم دارن دیگه بهتر. آقا اجازه بدید من تصویر شما رو بدم به این کامپیوترمون. نمیدونم از اول برنامه ما بودید یا نه، من صحبت کردم که گاه گاهی چک میکنم اون فیسبوک شما رو و دیدم که یک فراخوانی از آقای ناصر ممقانی پولی بود. دو سه تا اشکال من داشتم، یکی این که ایشون به انگلیسی صحبت میکنه، نوشتم چرا به انگلیسی، خودشون جواب دادن برای که میخوان مردم دنیا بیان. دوم تاریخ ها رو اشتباه نوشته بود، 16 و 15 رو اشتباه گفته بود، بعد سفارت رو اشتباه گفته بود، گفته بود آمریکا، بعد گفت آلمان.
به نظر شما بهتر نیست دوستان فرهیخته ما مثل شما، مثل آقای آبتین، مثل آقای ممقانی قبل از اینکه یه چیزی رو منتشر کنن یه مقداری از هیجان به اصطلاح کنار وایسن، اینو بدن به یه دوست قابل اطمینان، آقا بدن به همسرشون، بدن به خواهرشون، به برادرشون، بخونن، توی آینه نگاه کنن، ویدیوی خودشون نگاه کنن، بعدن بذارن. البته من به شوخی گفتم خب ایشون چون من دبیر بودم همش دنبال غلط میگردم، ایشون هم 3 تا غلط داشته، نمره ایشون 17. بعدم خانم ایرانبان خاتون که پیامشون رو بعدن میذارم لطف کردن تماس گرفتن گفتن نظرتون چیه، گفتم اینم مثل چیزای دیگه به جایی نمیرسه. چون آقا یا خانم شما به مردم میگین بیان برای چی؟ اصلا طرف این قاضی رو نمیشناسه. میتونیم جمع‌بندی کنیم بگیم هر قاضی که در بیدادگاه‌های آخوندا به اصطلاح حکم بوده این باید محاکمه بشه، ولی من تو آمریکا نشستم، حالا برم جلو سفارت آلمان یکی بیاد میکروفون بگیره جلو من، ما رفتیم نمایشگاه، طرف اومد میکروفون گرفت 5 دقیقه حرف زدیم، بگه چرا اومده اینجا، من بدونم برای چی اومدم. شما خودتون ویدیوی این آقای ناصر پولی رو مشاهده کردید؟ اشکالی میبینید یا به نظرتون میاد خب دیگه اینی که تونسته و هر کسی هر تلاشی میتونه انجام بده؟ اگه مطلب دیگه هم خودتون آماده کردید ما شنونده هستیم و شما لطف کنید اونا رو بخونید و بگید با شما هستیم. دوستان هم اگر سوالی نظری دارن تماس بگیرن و اینجا بنویسن. خیلی ممنون. آقای نیساری بفرمایید، با شما هستیم. زنده و پیروز. صدای من خوب میاد؟ بله قربان، خوبه. خوب، خیلی ممنون. با درود بر شما و میهمانان گرامی، با درود بر هممیهنانی که تماشا میکنن این برنامه رو، با درود بر استادانی که به من درس زندگی و انسانیت آموختند، و مهمتر از همه با درود بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران که دست و روی همه آنها را از راه دور میبوسند. فرزاد نیساری هستم از ایل قشقایی، جنبش ایرانبانان، همبستگی اقوام، در خدمت هستم. ببینید آی سوربی، اولین مسئله این است که هر کس به توان خیش از سنگ ریزه گرفته تا چکندن ماشه، منتها اینم به همین ترتیب نیست که هر کسی بلبشو ایجاد کنه و بدون اینکه آهنگ و نظمی در آرایش قوای ما باشه حرکت کنه، چون در اون صورت هم نیرو به هدر میره. ولی مشکل اساسی ما در حقیقت بسیار ریشه‌ای تر از این هاست. ببینید در بهترین حالات ممکن این هست که ما که نداریم، که ما بیان یک تیمی از به اصطلاح وکلای برجسته خودمون که نه تنها برجسته باشن بلکه به اصطلاح حمیت و اون قدرت فردی رو هم داشته باشن که بخوان از منافع مردم ایران دفاع کنند، باید همچین کسانی باشن، وگرنه وکیل زیاد هست و بعضی ها هم 2000 میگیرن کار میکنن، بعضی ها هم میلیون ها میگیرن، اما برای مردم ایران به 100% کار نمی کنن. بنابراین ما وکلایی نیاز داریم، یک تعداد وکلایی که واقعا با همیت و با طیب خاطر و به خاطر منفعت مردم ایران بجنگن و برن وارد مبارزه بشن. اگر ما حتی یک همچین تیمی داشته باشیم و بیایم اشخاصی مثل همین به اصطلاح این فرد رو، قاضی غلامرضا منصوری رو که الان در آلمان هست، به دادگاه ببریم یا در یک کشور غربی به دادگاه ببریم، که محکمه اون مملکت میگه آقا جون اگر من کسی رو به جرمی گرفتم و جرمش رو نتونستید ثابت کنید، برای بار دوم نمیتونید از دوباره اون رو برای همون جرم به محکمه ببرید. البته اینها انقدر جرم انجام دادن، انقدر کشتار کردن و انقدر به اصطلاح کار خلاف کردن که با کار خلاف جدیدی میشه اینها رو برد، ولی ما اگر ندانسته حرکت کنیم در حقیقت دادگاه‌های غرب به ریش ماها میخندن. مثال میزنم، اینی که ما بیایم نیرومون رو جمع کنیم بریم در مثلا سفارت آلمان وایسیم و دادی بیداد کنیم، یک نکته مثبت هست بدون شک، و اینی که دولت آلمان ببینه که ما ایرانی ها هم دشمنمون رو میشناسیم و همین که کسانی که با دشمنان ما همکاری میکنن در دست بردن به منافع مردم ایران، این نکته مثبتی است.
اما اونها نگاه میکنن و میبینن که آقا 41 سال هست همین گروه ها در مقابل همین ساختمان ها میستن و در مقابل همین ساختمان ها شعار مرگ بر خمینی و مرگ فلان و بلان میدن، ولی یک کار عملی درست از دست اینها بر نمیاد. خب اینها رو ما بایستی از خودمون بپرسیم چرا. مثال میزنم، اون طرف دیگری رو که چند ماه پیش در سوئد از طریق سوئد گرفتن و من اینجا هم چند مرتبه تکرار کردم، آقای ایرج مستاقی به اضافه یکی دو نفر دیگر به اصطلاح دنبال اون کار بودن. خب مسئله این است که آقا ایرانی ها، جمعیت ایرانیان خارج از کشور، کسانی که به اصطلاح جان دادید، خون دادید، به اصطلاح زندگی دادید، چرا نمیاید همیت بکنید و پشت سر هم جمع بشید و بیستیم و ببینیم اوشون رو واقعا در دادگاه با جرائمی که مرتکب شده با به اصطلاح دلایل محکمه پسند کارون رو تموم بکنیم. این است که وقتی نگاه میکنید مثلا آقای مستاقی را میفته یک همچین کار رو انجام میده که کار بسیار مثبتی هست، ما بقیه همه بر علیه این جبهه میگیرن. من اینجا بحثم نیست که آقای مستاقی کی است و کی نیست، من اینجا بحثم نیست اون وکیلی که اومده و قبل از اینی که این کار تموم بشه به اصطلاح شعارهای شاه اللهی میده و خودش رو میخواد بچسبونه به اصطلاح شورای مدیریت گذار. من بحثم این چیزا نیست، بحثم این است که این شخصی رو که اینها گرفتن میخوان به اصطلاح حتی درگیری با این رو شخصی کنن. یعنی آقا این آقای غلامرضا منصوری که اومده رفته یکی رو کشته، ولی منی که اومدم جلو و به اینها میگم آقا جون حاضر هستم هر کمکی از دستم برمیاد، اصلا حتی پاسخ نمیدن به همچین درخواستایی. فقط درخواست نامه خودشون رو برای من و منها میفرستن و میگن آقا جون در دفاع از این حرکتی که ما داریم میکنیم در مقابل این شخص و این به اصطلاح درخواست رو امضا کنید و به ما بدید. حالا هرچی به اینها تماس میگیری و میگه آقا جون اگر بدون دلایل محکمه پسند رفتی جلو، هم این نیروها رو هدر دادی، هم ماها رو به شکست انجامیدی، هم نه اون اتحادی رو که بایستی می بود انجام ندادی، اصلا کار رو خراب کردی. هیچ گوش شنوایی به این چیزها نیست. حالا در به اصطلاح همین قاموس حرکت ضد به اصطلاح رژیمی خودمون، ما افراد رو با برداشت‌های گوناگون داریم. یک عده هستن از اینها هیچ کاری بر نمیاد جز همین که برن جلوی در سفارت‌ها وایسن و تظاهرات کنند، و من همیشه گفتم هر کس در توان خیش و هر کاری که بکنه مثبت باشه، من 100% متشکر هستم، سپاسگزار هستم به عنوان یک ایرانی که از منافعم دفاع میشه، ولی اینها رو بایستی پس از 41 سال درس بگیریم، ببینیم آقا در عمل چه کار میتونیم بکنیم. یک چند مرتبه قبل هم من گفتم نزدیک به 8 میلیون ایرانی در خارج هستیم. اگر ما هر کدومون ماهانی یک پوند، یک دلار، نمیدونم یک مارک، یک یورو، هر چی که از زمین بگذاریم، بهترین وکلا رو میتونیم استخدام کنیم. مگر ما کمتر از اون یهودیایی هستیم که در حقیقت هیتلر و حزب نازی پدر این به اصطلاح این یهودی‌ها رو در آورد؟ ولی ببینید تا چه مدت زمان دنبال اینها بودن و اینها رو شکار می‌کردن. رژیم جمهوری اسلامی هم یک رژیم فاشیست است به نظر من، این نظر من هست، و این رژیم هر جا که بره بایستی به دنبالش بریم و اون کسایی که بزهکار بودن بایستی به دادگاه‌های به اصطلاح مردمی بکشیم، اما برای این کار بایستی شمرده حرکت بکنیم. ما نمیتونیم پس از گذشت 41 سال، پس از به اصطلاح اندوختن 41 سال دانش حتی بسیاری در غرب، همین جور بگیریم بشینیم و صرفا حرف بزنیم در این مورد. همون جوری که بارها گفتم از بی حرکتی هیچ چیزی به دست نمیاد، از بی عملی هیچ چیزی دگرگون نمیشه. حتی قانون نیوتن که مهندسی هست میگه عمل رو عکس العمل نشون میده، یا اگر فشار به یک جای آوردی اون فشار برمیگرده به تو به همون اندازه برمیگرده، ولی اگر ایستادی و داد زدی این موشک از جای خودش حرکت نمیکنه و به کره ماه هم نخواهد رفت، مگر اینکه شما سوخت به اصطلاح مورد نیازشو درش بگذاری که این فشار رو به پایین بیاره و این موشک رو از نیروی جاذبه بکشه بیرون و به اون جایی که میخوای به اصطلاح سوق بده. بنابراین هموطنان گرامی، اینی که پشت سر هم نمیدونم برای هم دیگه لاک بفرستی، اینی که پشت سر هم برای هم دیگه بگید زنده باد اینها، اینا کار نمیکنه، اینها اصلا کار نمیکنه. بایستی یقه فرهیختگانتون رو بگیرید
و خود من هم یکی از همون هستم که باید یقم رو بگیرید که آقا این چه قانونی هست که شما خوندی، این چه به اصطلاح قانونی هست که شما یاد گرفتی که یک به اصطلاح آدم کش مردم ایران اومده خارج و شما قابلیت انجام هیچ کاری رو در مقابله ایشون ندارید. بنابراین بایستی درخواست کنن، بایستی فشار بیارن، اما از خود هم بایستی مایه بگذارن. هیچ ملتی بدون مایه گذاشتن، هیچ آزادی بی بها نیست. شما اگر یادتون باشه یکی دو دهه گذشته بود، شاید یک کمی درازتر، یکی از کشورهای آسیا داشت برشکسته میشد. یادم نمیاد کره جنوبی بود یا کره شمالی بود، یکی از این کشورها بود و مردم اونجا هرچی طلا و زر و زیورالات داشتن اونها رو رفتن در بانک گذاشتن که مملکتشون از ورشکستگی نجات پیدا بکنه. یک همچین چیزهایی لازم هست. همون جوری که یادتون هست در زمان انقلاب 1357 هم از این خودگذشتگی ها بسیار بود، اما متاسفانه خب به نیرنگ و دروغ گردن اومدن و این رو دزدیدن و بردن. الان نیاز بیشتری هست. مردم ما تا حرکت مسمر، تا حرکت با جهت مشخص، تا حرکت علمی، تا حرکتی که با دنیای غرب بتونه مقابله کنه نکنند، در حقیقت شکست خوردگی خودشون رو ادامه میدن. ما نباید فراموش بکنیم، همون جور که قبلا گفتم، نباید سی فراموش بکنیم که بعضی از این کشورهای غربی اومدن اندوخته به اصطلاح بازنشستگی خودشون رو و بازنشستگان خودشون رو در کشورهایی مثل ایران سرمایه گذاشتن. بنابراین اونها نمیان به همین سادگی از این رژیمی که اینجوری به باد میره، چپ و راست و مرکز هر جاش رو که بگیری سوراخ هست، به همین سادگی از این نمیگذرن. بنابراین تنها زمانی میشه اینها رو به اصطلاح شکست داد که اینها ببینن آقا مردم ایران بسیار فرهیختگانشون مبارز پشت میز نشستن و حاضرن اینها رو به دادگاه تاریخ بکشن. و در حال حاضر ما همچین چیزی نداریم. ببینید در حال حاضر به اصطلاح تنها کسانی رو داریم که به تنهایی هر کدام مدعی هزار چیز هستن. یکی رهبر این سازمانه، یکی رهبر اون سازمانه، یکی میخواد فلانی رو به سیخ بکشه، یکی میخواد فلانی رو به دار بکشه. هر وقتم که همچین مسئله پیش میاد شروع فوری شروع میکنن به مردم گفتن که بیاد از ما به اصطلاح دفاع کنید. در یک همچین مواقعی بایستی اون سنگ، اون به اصطلاح چاله هایی که برای دیگران کندن صاف کنن که دیگران هم بتونن بیان و کمک کنن و این کار رو ما انجام بدیم و نشون بدیم که حداقل در رابطه با یک قاتل همه ما هم نظریم. مثال برای شما میزنم در رابطه با اون صحبت قبلی که کردم و اون شخصی رو که در سوئد گرفتم، بحث ها در این بود که آقا چرا آقای حاج پسر رضا پالانی نمیاد دفاع کنه از این حرکتی که شده. ایشون و امثال ایشون هرگز قدم مثبتی در رابطه با این قاتل ها بر نخواهند داشت. چرا؟ برای این که اگر آمدند این کار رو کردن، خودشون هم در مقابل مردم ایران یکی از بزهکارانی هستند که بایستی به دادگاه کشیده بشن. بنابراین اگر اومدن و قدم رو گذاشتن جلو، در حقیقت چاه خودشون رو کندن و چاله برای خودشون ایجاد کردن. اما سازمان‌های دیگری که از دستشون برمیاد، از پسشون برمیاد، اینها هوادار دارن، طرفدار دارن. یکی مدعی هست که خلق کرد رو به اصطلاح چیز میکنه، نمایندگی میکنه، یکی میگه ما خلق فلان رو نمایندگی میکنیم، یکی میگه من سازمان بلان هستم، یکی میگه من سازمان بلان هستم، و اینها مدعی هستن که هر کدوم هزاران نفر پشتیبان دارن. آقا اگر اینها بیان نفری یک پوند، همونجوری که گفتم یک مارک، دو دلار، هر چیزی، دو یورو ماهانه بگذارن، ما حتی اگر خودمون نتونیم از پس این مسائل بر بیایم، میتونیم بهترین وکیل رو بگیریم و بندازیم به جان اینها. حالا این مسئله رو من میخوام باز کنم بسیار و بچسبونمش به ایران. مسئله بسیار مهم هست. همون جور که قبلا هم گفتم، مسئله رژیم در داخل ایران خیمه شب بازی است و به قول ما شیرازی ها جی جی بی جی است. اینا معرکه گرفتن، همه اینها معرکه است. بهترین به اصطلاح برنامه تلویزیون برای معرکه گیری اینها، این در رابطه با اون آقای به اصطلاح زم هست، اسم اولش سر زبانم نمیاد، و این آقای زم رو ببینید به چه راحتی نشسته و در برنامه های تلویزیونی شرکت میکنه و پاسخگوی اینها هست. ببینید اینها تلاششون بر این هست که بیان یک عده رو به اصطلاح گناهکار جلوه بدن. میلیاردها ثروت هست،
پس فردا هم همین ها در میرن، میرن کشورهایی مثل کانادا که الان ما میخوان بیرونشون کنیم، یا کشورهایی مثل آلمان و کشورهای غرب که ما میخوان بیرونشون بکنیم، یا کشورهایی مثل انگلیس و غیره در لندن ما میخوان اینها رو بیرونشون بکنیم، میان اونجا و میگن آقا جون یک دادگاه در داخل ایران اینها رو محکوم به اعدام کرده، یا اینها رو محکوم به فلان کرده، همه سرمایه ها رو بر میدارن با خودشون میارن بیرون، که البته مقدار بسیار زیادیش الان بیرون هم هست، بعد هم اینجا راحت میشینن به زندگیشون ادامه میدن. بنابراین ما بایستی با چشم و گوش باز، یک واژه‌ای هست در غرب بهش میگن IQ یعنی میزان هوش، ما نبایستی با میزان هوش زیر نمیدونم 100 کار بکنیم، باید بریم با میزان هوش نزدیک به 200 کار بکنیم، اگر 150 160 170 هست یک جوری خودمون رو برسیم به اونجا، ما بایستی آخر قضیه رو ببینیم نه اول قضیه رو. اینها همه شانتاژ هست، اینها همه بازی هست، اینها میدونن که رفتنی هستن، دارن این کارا رو میکنن و تمام طلا دستشون در دست هم هست، همون جور که من بارها گفتم رهبریت اینها در دست خامنه‌ای و تمام سیستم به اصطلاح دورورش به هم تنیده هست، اینها یک پارچه بسیار رشته شده به هم دیگه، یک تناب بسیار کلفت است، غیر ممکن هست ایشون که میاد و به اصطلاح رئیس جمهور عوض میکنه، غیر ممکن هست کسی در ایران دزدی کنه و ایشون خبر نداشته باشه، غیر ممکن هست در ایران یکی دزدی کرده باشه و از سیستمی برداشته باشه و اینها ندونن. بنابراین ما مردم ایران بایستی حواسمون باشه، اینا دستشون تو دست هم است، نبایستی خودمون رو درگیر بازی های اینا کنیم. منتها حالا چه اونها خیمه شب باشین بازیشون رو انجام بدن، چه به اصطلاح این تنیدگی رو ادامه بدن یا ندن، مهم این هست یکی از اینها اومده در خارج و الان که در خارج هست ما وظیفه مندیم، دست ایرانی ها که نمیرسته که در داخل ایران هستن، ولی ما که در خارج هستیم وظیفه مندیم که دست به دست هم بدیم و در مقابل اینها بایستیم. اما ایستادن ما صرفاً با اینی که بریم جلوی در یک سفارت و یا جلوی یک در دادگاه داد بزنیم حل نمیشه. دادگاه در میاد میگه آقا جون جرم چی هست، و تازه وقتی که جرم رو گفتی چی هست میگه مدرک جرم شما چی هست. ما اگر نتونیم مدرک جرم رو بگذاریم جلو، ایشون آزادن راه میره. پس فردا وقتی برای بار دوم گرفتیمش میگه شما یک بار ایشون رو محاکمه کردی برای این جرم ها، اجازه بدین آقای میسایی نمیتونیم از دوباره ایشون رو محکوم کنیم. عذر میخوام حرفتون رو قطع میکنم، اینی که شما میگید بله قانون درستیه که دبل جپرتی بهش میگن، شما رو برای یه جرم نمیتونن دو بار دادگاه ببرن، و شما حرف خیلی جالبی زدید. من حالا از شما میخواستم سوال کنم که این روش نمیدونم رفتن جلوی سفارت و اینها، چون قبلا هم این کار رو شما و دوستانتون کرده بودید، ولی الان میبینم که شما با این کار موافق نیستید. حالا سوال این میشه که اگر موافق این کاری که ایشون انجام میده نیستید، خب چرا شیر میکنید ویدیوشون رو، چرا فراخوانشون رو شیر میکنید؟ ضمناً آقای مانی خورسندی نوشتن آقا شما یه نفر رو به ما معرفی کن که اطمینان داری. آقای نیساری فقط یک نفر باید دنبال این کار باشه، بقیه باید فقط پشتیبانی کنن. دخالت کردن و رئیس بودن متاسفانه عادت بد ما ایرانی هاست. اگر مدرکی دارید برایشان بفرستید، لازم نیست با همه تماس بگیرن. بعد باز ایشون میگن که مردم پشت سر کی باشن؟ پشت سر کسانی که با هم سر حکومت آینده که معلوم هم نیست کی میاد یا کی میاد دعوا داشته باشن. خانم دکتر جیلانی میگه 10 سال است، من میگم ماهی 5 دلار به یک حساب بریزید. بعد آقای خورسندی سوال میکنه به حساب کی، و آقای سعید هم درباره اینکه ما دوستان رو دعوت میکنیم بیان برنامه‌مون و بعد دوستان دیگر رو مثل شما میاریم، اونا نوشتن که اعتراض کردن، گفتن ما میخوام لهجه خوب شیرازی گوش کنیم. خوبیش بدین که آقای نیساری هم شیرازی هستن و از من هم شیرازی ترن. بهتون گفتم هر کسی نشونه اون نون آلوی دم سینما دم کلی، نه سینما مهتاب، نه اونو بده، یعنی دیگه همه چی درسته. ببینید آقای نیساری، وقتی من یه چیزی رو قبول دارم روی صفحه میذارم، اگه قبول ندارم زیرش می‌نویسم
دوستان من این کار ایشون رو قبول ندارم، ولی جهت اطلاع پخش کردم. شما الان اینجوری که میگید، میگید ما میام، چقدر هم قشنگ توضیح دادید. اتفاقا اینا رو من میخواستم بگم که آقا دادگاه آلمان، آلمانی که منافعش در این هست که با آخوندها معامله کنه، حالا چه معاملات رومیزی، چیزها رو به قیمت 8 برابر 10 برابر روز روشن فروختن، چه با معاملات زیرمیزی، این نمیاد من و شما و حقانیت ما رو که اونجا برایشون سودی نداریم رها کنه و بزنه زیر این پول هنگفتی که از آخوندها توی این 41 سال درآورده، مگر اینکه دیگه خیلی عیان بشه. و شما باز قشنگ گفتید آقا یه نفر اگه میاد باید خودش 10 نفر رو اقلا داشته باشه، حتی اگه به اینا حقوق میده که بیان. مشکل ما اینه که این دوستان هر وقت یه کاری دارن یه ویدیو درست میکنن آقا بیاین فلان جا. اولین سوال من اینه که من برای چی بیام؟ یکیتون نمیگین آقا من امروز 200 دلار میدم شما نرو سر کار بیا اینجا. یکیتون نمیگید ما امروز جشن داریم بیان اینجا، اون وقت تو جشن با اهداف ما آشنا بشین، توی اونجا فرم بدین مردم عضو بشن، ماهیانه 1 دلار، 10 دلار، 5 دلار بدن، ولی هر وقت کار داریم امروز تمامتون در تمام میدان‌ها. و 41 ساله، البته دروغ 41 سال، ما هممون وقتی اومدیم از سیر یک سردرگمی بودیم که فکر این بودیم که خودمون رو اول توی این موج نگه داریم، بچه هامون رو به یه جایی برسونیم. به همین دلیل هم هست اکثرا الان این کارا رو که انجام میدیم، هم سن بالایی داریم هم خداییش وضعیت مالی خوبی داریم که میتونیم یه ساعت، نیم ساعت، 10 ساعت بشینیم این کارا رو انجام بدیم. ولی یه چیزی رو ما این وسط میس میکنیم، به قول انگلیسی ها، به قول آمریکایی ها، یه چیزی رو ما یادمون میره و اون اینه که این کارا خرج داره. خرجش هم اینه که بله من میتونم خرج کنم، ولی تو اون مجلس از مردم پول جمع کنم. ما نه خرج میکنیم نه پول جمع میکنیم. طرف به من زنگ میزنه میگه آقا من سازمان غیر انتفاعی هم. میگم آقا از صبح تا شب من با سازمان های غیر انتفاعی اینجا کار میکنم که دارن حقوقای بیشتر میدن و کار میگیرم. شما اولین چیزی که میگیم این من سازمان غیر انتفاعی هم. خب هر کی ازت میپرسه چند پول داری میگی هیچ، برای که راه درست نبوده. شمایی که با این کار موافق نیستید، نمیخوام بگم مخالفید، مخالف بودن با موافق نبودن خیلی فرق کنه، موافق نیستید، چرا فراخوان اینجوری به زبان انگلیسی، تاریخ غلط، سفارتخونه غلط پخش میکنه؟ قشنگ توضیح میدم هر وقت که صحبتتون تموم شد. تمام شدم، بفهم. زنده باشی. این کاکو، من نگفتم مخالفه یک همچین کاری هستم، من گفتم هر کس در توان خیش، از سنگ ریزه گرفته تا چکاندن ماشه، یعنی ببینید از اون کار کوچک گرفته تا اون آخر آخرش. بنابراین هر کسی که بره جلوی این سفارت ها و جلوی این دادگاه ها ارزندام کنه و دفاع از منافع مردم ایران کنه، من همیشه همون جور که گفتم، اگر از دوباره به حرفای من گوش بدید میبینید که گفتم سپاسگزارم. بنابراین من مخالفتی با حرکت ایشون ندارم. صحبت من در این هست که ما کارمون رو اگر صرفا به این برسونیم که با رفتن جلوی این سفارت ها بشینیم و صحبت کنیم، بعد ته دلمون رو راضی کنیم که ما یک قدم مثبت برداشتیم، این بیهوده است. این در حقیقت چجوری بگم، بی نتیجه است. ما بایستی اگر کار را که کرد آن که تمام کرد، تمام کرد نه اینکه پایان رساند، بلکه تمام و کمال کرد، یعنی به خوبی انجام داد. بنابراین ما کار رو بایستی طوری انجام بدیم که نتیجه بخش باشه، و برای اینکه این کار نتیجه بخش باشه، دولت‌های خارج بایستی ببینن که آقا کسانی که پشت میز نشستند آدم‌های احمقی نیستند. من این رو چند ماه پیش هم در یکی از برنامه‌های شما گفتم، ما به تیمی نیازمند داریم، به تیمی نیازمند هستیم که اینها فریختگانی باشند که هر کدومشون بتونن با 10 نفر خارجی در بیفتن، و داریم در بین ایرانی‌ها، ولی متأسفانه فقط حرف هستند، به عمل که رسید جا میزنن و میترسن. اینها منافع شخصی خودشون رو بر منافع مردم ترجیح دادند. بایستی از خودگذشتگی کنند، بایستی به قول خود شما وقتی نگاه به سن اینها میکنی که نزدیک 60 سال شده، مگه چند سال میخواد زندگی کنه؟
بایست این حساب رو بکنه که 60 سال زندگی کرده، مدیون هست به این مملکت، مدین داره نسبت به این سرزمین، بایستی بیاد این رو ادا کنه و از خودگذشتگی کنه. اما اینی که میگید در رابطه با ایرانی ها حاضر نیستن از خودشون مایه بگذارن، این یک کار بسیار درستی است. در رابطه با جنبش ایران بانان که ما خودمون جزش هستیم، من بارها گفتم که آقا جون ما نیازی به اینی که از کسی پول بگیریم برای حرکتی که داریم میکنیم نداریم، و اگر در داخل ایران داریم کار میکنیم از اونی که داره داریم میگیریم، به اونی که نیازمند هست داریم میدیم. حالا اگر کسی خواست بیاد و کمک بکنه بسیار عالی، دستش دمید دستش درد نکنه، ولی به خاطر کلاهبرداری هایی که شده، به خاطر سازمان هایی که اومدن پول مردم رو گرفتن زدن به جیب بعد رفتن گم شدن و گم و گور شدند، بسیار ما هم همانند همون ایرانی هایی که حاضر نیستن کمک بکنن چون کسی نیست که اعتماد کنن، ما هم از ریسمان سیاه و سفید میترسیم، ما هم ترس از این داریم که اگر بگیم مردم بیاید به ما کمک مالی بکنید، امکان داره اینا فکر کنن که ما میخوایم پول اینها رو برداریم و در بریم. بنابراین ما از خود با از خود گذشتگی، با از خود مایه گذاشتن، با واقعا حرفمون رو با عملمون یکی کردن داریم گام برمیداریم. کوچک هست اما به اصطلاح تا اونجایی که بتونه مثمر به ثمر به اندازه خودش هست. حالا ما حاضر هستیم بدون اینکه کمک مالی کسی به ما بکنه، از وقت و به اصطلاح اون فکری که داریم، زمینه‌ای که داریم، بگذاریم در خدمت دیگران. حالا اون صحبتی که دوست ارجمند ما کردن در آقای مانی خورسندی که فقط یک نفر باید بری جلو، نه جناب، این اشتباه است. شما پرونده های کتوکلوفت رو که نگاه میکنید، حداقل 3 تا بریستر، حداقل 4 تا وکیل، حداقل 5 6 تا پادو زیر دست اینها، حداقل 12 نفر نشسته و نوشته و خوانده و اینها، به یک تیم 20 نفری 30 نفری هست که دنبال این کارها را میفته. غیر ممکن هست، منتها مشکل ما در این هست که یک نفر به اصطلاح رهبریت یک سازمانی رو به عهده داره و ایشون فکر میکنه که مثلا 1000 نفر دنبال ایشون افتادن و بله قربان بله قربان میگن، ایشون هم برای خودش آدمی هست و میتونه به اصطلاح به نام اون کی بود، یک داستان قدیمی از فرانسوی است فکر کنم، دون کیوته یا دون کیشوت، ما بهش میگیم در ایران، اسپانیایی هست نمیدونم یا فرانسوی، مانند دون کیشوت به اصطلاح باید که اسلحه چوبی به جنگ سلاح آهنی بره. به همین سادگی نیست این مسئله گرفتن کسانی مثل ایشون که قاضی بوده در ایران و کشته های بسیار انجام داده، جرائم بسیار مرتکب شده، نیاز به یک تیم 20 نفری داره. اون تیم 20 نفری کجاست؟ بنابراین اگر یک کسی مثل من که موهاش نه تنها سفید شده بلکه ریخته، وقتی اعلام میکنه که آقا از لحاظ قانونی حاضر هستم به شما کمک بکنم، اگر یک کسی مثل من به من همچین تماسی بگیره، من به پابوسش میرم. اینها اصلا حاضر نیستن جواب بدن، اینا حاضر نیستن تماس بگیرن بگن آقا جون خیلی ممنون از تماسی که شما گرفتید، هر وقت که لازم شد به شما تماس میگیریم. حتی این رو هم حاضر نیستن انجام بدن. چرا؟ برای اینکه فکر میکنن که اگر به اصطلاح حلوایی در پایان این پخش میشه بایست فقط به اونها داده بشه. اینا مسئله ایران هست، مسئله یک سازمان نیست، مسئله یک شخص نیست. وقتی ما بتونیم یکی از اینها رو به سیخ به اصطلاح محکمه دادگاه بکشیم و جرمش رو ثابت بکنیم، مطمئن باشید پایه‌های رژیم در داخل ایران بیشتر می‌لرزه و مطمئن باشید که حرکتشون رو بهتر می‌کنن. مثال برای شما می‌زنم، این کسی که در آمریکا در چند روز گذشته به خاطر مرگش بلبش رو ایجاد شد، شما ارتباط به اصطلاح اون تیم ارتش رو با پرزیدنت رئیس جمهور نگاه کنید. روز اول اومد کنار رئیس جمهور ایستاد و از رئیس جمهور پشتیبانی کرد، روز دوم اومد از مردم به اصطلاح روز دوم سوم اومد از مردم پوزش طلبید و درخواست بخشش کرد و گفت اشتباه کردم، نبایستی در مقابل مردم خودم بایستم. چرا؟ برای اینکه موج حرکت مردمی و نارضایتی مردمی رو دید، وقتی که دید دوزاریش افتاد. بنابراین ما هم به همین ترتیب هستیم، وقتی که ما نشون بدیم میتونیم یکی از این اراذل رو در غرب اونجوری که بایسته و شایسته است به دادگاه بکشیم، به محکمه بکشیم و عادلانه با این برخورد بکنیم، حساب دیگران هم میاد دستشون. ولی همونجور که گفتم این کار بسیار پیچیده تر از اینها است. پشت تمام این دستگاه ها، پشت تمام این بلبشوها، سازمان های مخوفی نشستن که تمام تلاششون دزدیدن منافع مردم ایران هست.
بنابراین این چیزهایی که ما در ظاهر میبینیم نبایستی فریب این چیزها رو بخوریم. اینها ماها رو بایستی وادار کنه که بسیار شمرده تر، بسیار واردتر، بسیار با فکر و اندیشه بهتر و زرنگتر حرکت کنیم. اما متاسفانه کار ما در عرض 41 سال گذشته، وقتی من میگم 41 سال به خاطر این است که از همون زمانی که آقای خمینی اومد سر کار من جلویش ایستادم. حالا بعضی ها تا 3-4 سال 5 سال فوقش از اون دفاع میکردن، بعد 5 سال دوزارشون افتاد که خیلی آقا ایشون هم یک قاتل بیشتر نیست، و بالاخره اونها هم اومدن جز جنبش و کار ادامه پیدا کرد. بعضی هم مثل حزب توده و به اصطلاح چریکای فدایی اکثریت دنباله روی اونها شدن و تا همین امروز هم آب به آسیاب اینها میریزن. حالا ما کاری نداریم، منتها مردم ایران درگیر این بدبختی در از 41 سال گذشته بودن، مگر اینکه ما با فکر مهمتر و بازتر حرکت کنیم. بنابراین هدف ما وقتی میگیم جنبش ایران بانان، میگیم همبستگی، همبستگی ملت، همبستگی اقوام، همبستگی اقشار. این همبستگی بایستی باشه، یک راهی رو ما بایستی پیدا کنیم که مردم اعتماد کنن، اطمینان کنن، و اون بجز از خودگذشتگی و بجز دادن و نگرفتن کار انجام نمیشه. ما بایستی مردم به مردم یک چیزی نشون بدیم، یک کار مثبتی انجام بدیم که اعتماد اونها جلب بشه. نمیشه ما بیان بگیم فقط رهبر این سازمان، رهبر اون سازمان هستیم، به پای عمل که رسید کنار بگیریم بشینیم و فقط طبل و ساز خودمون رو بزنیم. این حرکت یک حرکت ملی هست، یک حرکت به هم تنیده هست، همون جوری که دشمن ما به هم تنیده هست و مثل سرطان در درون سرزمین ما ریشه دوانده، همون جور هم ما بایستی به هم بتنیم، بایستی به قبول کنیم، بایستی بپذیریم که وقتی یک سازمان چپی در میاد میگه مدافع منافع حقوق زحمت کشان هست، و من هم که امروز میگم اوشون نبایستی قدرت رو در ایران بگیره، ولی کارگر بایستی حق و حقوقش رو داشته باشه، فقیر در ایران نبایستی باشه، حداقل بایستی اینجا ما بتونیم به هم بتنیم در این مورد و درخواست حق و حقیقت کنیم، ولی نمیان و حاضر نیستن. بنابراین این شکاف ها نه تنها کار بدتر میکنه، بلکه ماها رو مسحکه دست کشورهای غربی میکنه و به ریش ماها میخندن، و مهمتر از همه رژیم به اصطلاح داغون درون ایران با گذاشتن کسایی مثل این روح الله زم و کسانی مشابه در دادگاه ها، باور کنید به ریش ماها میخنده. اون کسانی که در درون ایران بودن و به اصطلاح جوانان مبارز ایران رو در اوائل انقلاب می دیدن که کوفته، خرد شده، به اصطلاح شکنجه شده، نالان می نشستن و در دادگاه شرکت می کردن، امروز نگاه کنن این آقایونی که در دادگاه میان ریش های تراشیده، لباس های گشاد و بسیار تمیز، بسیار شیک و مرفع نشستن، اصلا قمشون نیست که اینها در دادگاهی می خوان به محکمه کشیده بشن و امکان داره که بالای دار برن. اصلا از این خبرها نیست. اینها همش بازیچه، اینها همه شعبد بازی است. بنابراین ما بایستی، هدف من این است، صحبت من با هموطنان خارج از کشور این هست، دست از این دو دستگی ها، چند دستگی ها بردارید در رابطه با این مسائل. هر کسی، من با آقای با حرف آقای خرسندی موافق هستم، اگر کسی قدم مثبت جلو گذاشته برای یک همچین چیزی، بایستی بریم تا اونجایی که میتونیم کمکش کنیم، ولی اونها هم وظیفه‌مند هستن که این کمک ها رو بپذیرن. نمیتونن ما بقیه رو کنار بزنن و بگن خیر آقا ما میخوایم گرفتاری ایشون رو و گرفتن و بردن ایشون رو به زندان فقط بنویسیم به پای، مثال میزنم، حزب مثلا فلان یا سازمان فلان یا حرفی نباشه فلانی. شما همه درست... صحبت از این میکنین که تکروی نباشه. آقای نیسار خیلی ممنونم. ما قرار است فردا برنامه داشته باشیم با آقای سعیدی، شما هم با دوستانتون صحبت کنید اگه خواستید. شنبه ها میتونیم ساعتی یا دقایقی رو با هم باشیم، یعنی ما داریم اکستند میکنیم برنامه ها رو از جمعه هم به شنبه. خیلی ممنون از شما که با ما بودید. دوستان روی فیسبوک میتونید باز این صحبت ها رو ادامه بدید. ضمناً من صفحه فیسبوک آقای نیساری رو هم نشون دادم، الانم دارم نشون میدم، حتما با خود ایشون مستقیما تماس بگیرید. خیلی ممنونم که با ما بودید. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم و امیدوارم که موفق باشید و در برنامه‌های آینده با خبرهای بهتری مهمان ما باشید. و همچنین از وقتی که به من دادید بسیار سپاسگزارم. مرسی. دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری بودیم و صفحه فیسبوک ایشون به همین اسم نشون دادم، باشون تماس بگیرید. ببینید خیلی جالبه، یعنی آقای نیساری دقیقا توی حرفاشون میگن ما باید دنبال یه راه حل بگردیم
بلافاصله خودشون میگن راه حلش اینه که ما شروع کنیم به چیزی دادن به مردم و ازشون چیزی نخواستن. ببینید برعکس اونای دیگه، اونای دیگه میگن شما برو جونتو بده، کشته که شدی من حاضرم بیام اونجا، شاید بیام، تازه معلوم نیست. ایشون میگه ما باید شروع کنیم. خب شما که اینو میدونید شروع کنید، شما که برنامه رو میدونید، مردم هم میشناسید، راهکارم بلدید، از یه جایی شروع کنید، چهار نفر رو جذب کنید، مطمئن باشید وقتی میگید این چهار نفر میان، حتی اگه به صورت استخدام باشه. مگه اونا رو مسخره نمی کنید میگید ساندیس میدن؟ آقا شما هم نوشابه بدید. مگه اونا رو مسخره نمی کنید از تو دهات اتوبوس میارن؟ مگه مجاهدین نمیرن پولندیا و لهستانیا رو میارن؟ خب شما هم یک کاری انجام بدید. بریم پیام خانم، به نظر من این دوستان سعی کنند اسمایی رو هم که انتخاب میکنن یه مقداری همون جوری که با ایرانی مینویسید فاصله میذارید، روی انگلیسی هم با فاصله بذارید، یک کلمه به این بزرگی درست نکنید. پشت کامیون ها نوشته بود من مشتعل عشق علی هم، چه کنم؟ شما همینجوری نگاه میکردید این چی نوشته تا تصادف کنید. شما منظورتون اینه که یه چیزی رو بیان کنید یا منظورتون اینه که مردم رو گیج کنید؟ من به شما عکس صفحه این بانو رو به نشون میدم، پلیر 6. ببینید اسم ایشون یا اسمی که انتخاب کردن اینه، نوشتن ایران بانو بی بی خاتون بختیاری، اینو به فارسی نوشتن این زیر، ولی این با بالا عوض شده، ایران بانو شده ایران بان. ببینید این اشکال ما شده، ایران بان خاتون بختیاری ایرانی. باید یه اسمی رو که بنویسید اینجا فارسیش، انگلیسیش هم همینجا بنویسید. من الان یه نمونهش نشون میدم، همین صفحه سوربی رو نگاه کنید، صفحه به این فسقلی نوشته سوربی، زیرش هم با فارسی نوشته. شما چه فارسی بنویسی چه انگلیسی بنویسی پیدا میشه. مردم تیوی نوشته مردم تیوی با انگلیسی، به فارسی هم نوشته باز پیدا میشه. خب حالا بیاین پیام ایشون رو گوش کنیم و من تشکر میکنم که ایشون لطف کردن و پیغام گذاشتن بعد از اینکه من براشون اینو نوشتم. نوشتم سلام دوست گرامی، قرار شده تظاهراتی در مقابل سفارت‌های آلمان در سرتاسر جهان برپا شود. دوست ما آقای ناصرخان پولی ممقانی روزش را اشتباه گفته، به جای سفارت آلمان هم گفته سفارت آمریکا. من چون در ایران دبیر بودم دیدم ایشان دو سه تا اشتباه کرده، بهش یه نمره 18 دادم. حالا باید صبر کرد و دید 15 و یا 16 جلوی سفارت آمریکا و یا آلمان چند نفر پیدا می شوند. بعد نوشتم که تعداد نفرات نظر من این است که، یعنی باره جالب اینجاست که فراخان هم به انگلیسی بود، پرسیدم چرا انگلیسی، گفتن برای همه مردم جهان است. گوش کنید حالا پاسخ ایشون به این نوشته ای من. درود بر شما جناب سروی گرانسنگ، با قدمای مثبتی که برمی‌دارید، بله جناب ممقانی فوق‌العاده فعالیت دارن و البته خب یه مقدارم قاطی میکنم، پس باید در نوشتار با شما خیلی احتیاط کرد آقای دبیر. ولی ما در آلمان کوتاه نیومدیم، الان از این طریق حتی بیشتر بچه ها نمیتونن وارد بشن، ازدیام بیش از حده. خب ولی که ما داریم نامه هم مینویسیم، تمام دوستانی که اینجا هستن داریم نامه مینویسیم و میفرستیم برای دولت آلمان. ممکنه هم مثل شاهرودی برش گردونن، نمیدونم، ولی ما تلاشمونو میکنیم. تلاش کردن بهتر از اینه که در سکوت و انزوا باشیم. بسیار عالی. من متوجه نشدم شما میگید اینجا خیلی ازدحام هست. ازدحام کجا هست؟ تو صفحه فیسبوکه، تلفن با هم دیگه صحبت میکنینه، دم سفارته. اگه یکم اینا رو بیشتر توضیح بدید من ممنون میشم. ضمناً میبینید دوستان همه شتابان، صدای راه رفتن، نفسها، صدای وزش باد. یه شعری بود به کجا چنین شتابان، اینا های کسی بلده شعره رو اینجا بنویسه.
اینه ماجرا. بعد من فکر کردم ایشون به من به خاطر دبیر بودن به اصطلاح خواستن جوک بگن، متلک بگن، آمدم نوشتم که ممنون از شما، پیام شما رو گرفتم، نمیدونم طعنه زدید که من دبیر بودم و یا اینکه نکته سنج و حقیقت را بیان کرده. من بارها با آقای نیساری هم گفتم شما دوستان قبل از انتشار فراخوان با دیگر دوستان خود مشورت کنید، هیچ کاری را تنهایی انجام ندهید. امروز در برنامه در این باره صحبت میکنم، آیا اجازه دارم پیام شما را هم پخش کنم؟ ایشون لطف کردن اینو پاسخ دادن. درود جناب سوری، نه برای چی تنه بزنم؟ اصلا من افتخار میکنم اگر امروز ما دکترایی داریم، مهندسایی داریم، نخبگانی داریم، همه از اون آموخته های شماست که به اینجا رسیدن. شرمنده؟ نه، من همچین جسارت و بیادبی نه تنها شما به هیچ کس نمی کنم، هر کس در هر جایگاهی هست برای من قابل احترام و محترم. زنده باشید. بسیار ممنونم و خوبه که با هم اگر مشکلی داریم یا حتی هم نظر نیستیم اقلا صحبت بتونیم با هم دیگه داشته باشیم، کلکلی با هم داشته باشیم تا مشکل حل بشه. من برعکس این دوتا دوستمون که میگن هر کسی به سهم خودش از نوشتن یک نامه تا شلیک کاری انجام بده با این مخالفم. این میشه یه چیز آنارشیست. یادتونه من با یکی میخواستم صحبت کنم، آمده بود یه جنبشی را انداخته بود، اسمشو گذاشته بود ایران آنارشیست. گفتم آقا شما کلمه آنارشیست رو چه به فارسی چه به انگلیسی تو ویکیپدیا بزن ببین یعنی چی. بعد شما چرا هی دنبال اسمای انگلیسی و ایزم و میزم و اینا میگردی؟ ملت بدبختی که شاهش نمیدونست کمونیست منظور چپ نیست، همه چپا کمونیست نیستن، همه کمونیست هم چپ نیستن. اون شاهش، آخوندش هر کسی رو که با کارهای زشت خودش مخالفه میگه تو مخالف خدا هست. آقا خدا چه کار به تو داره؟ اگه یه روزی خدا پیدا بشه اول گردن شما رو میزنه. مشکل ما اینه که نه عزیزم، دوست من، هر کسی نمیتونه بیاد هر کاری دلش میخواد انجام بده. فکر کنید مثلا من بیام میخوام کمک شما کنم، این ماشین شما که بارش زیاده، بگم به نظر من باد لاستیکاشو دو برابر کنم، این هم تونته، آقا میزنم لاستیکا رو میتره کنم. پس آقای مانی درست میگه اگه میگه یه نفر، نه یه نفر بره بگه همه بیان دنبال من. آقا هواپیما دو تا خلبانه ولی یه نفر سر کاره، این یکی میشینه این و فرمونه رو میده دست اون یکی میشینه. کشتی دو تا ناخدا داره ولی در هر آن یکیش مسئوله. ما به غیر از این که میخوایم خودمون تنها باشیم با هیچ کم مشورت نمی کنیم. آقا خانم پول بدید به یک کسی، حق مشاوره. مگه یه خونه که میخوایم بسازیم یه کاغذ ور نمیداریم، نقشه نمیکشیم، نمیدیم به یه معمار، نمیدیم به یه آرشیتکت، بعد اون بهمون میگه آقا اصلا اینی که کشیدی این خرابه، این زمین تو تحمل سه طبقه رو نداره. بعد میگه چیکار باید بکنم؟ میگه باید بکنی، سیمان کنی، اینجوری کنی، اونجوری کنی. چه جوریه که یه خونه که میخوای بسازی پول مشاور میدی، پول آرشیتکت میدی، مملکت رو میخوای بسازی پول نمیدی؟ خب اگه پول ندارین برین دنبال پول. نمیگم شما هم را بیافتین همتون بیاین اینجا. این آقای جانکری یه روز به این دکتر حسام، به این دکتر آرام حسامی گفته بود که آقا من صبح تا شب 10 تا 20 تا از این ایرانی ها رو از تو اتاقم میندازم بیرون. یکیش میاد میگه 20,000 دلار بده من میخوام ایران آزاد کنم. میگم چجوری؟ بعد میفهمیم درست 20,000 دلار قسط خونش عقب افتاده. این آقای زم رو که آقای نیساری میگه باید ببینیم در زمانی که این آقای زم سوار یابوی حکومت جمهوری اسلامی شده بود، با پول باباشو به پول دیگران از هر جایی پول میگرفت، از آقای مراد گرفته تا فلان تلویزیون گرفته، که استخدام میکنه آقای فرهودی رو بیاد اونجا، آقایون نیساری، آقای آبتین، این بانو ایرانبان، اینا چه کار کردن؟ چه آگاهی به من و شما دادن درباره زم؟
فایلا گرفتنش، بله منم دیدمش، موهاشم بلند آخرین چیزش بود. بعدم گفت من جوون بودم اشتباه کردم، تازه من کاری نکردم. راست میگه آقای چیز، این زندانه، این اون زندانی که ما میبینیم و تو چیزا میخونیم که زدن و تجاوز کردن و اینا. موهاش حتی کوتاه نکردن، سر ما رو گنده اومده نشسته جلو تلویزیون، پاهاش هم اینجوری باز میذاره انگار اومده خونه باباش. شاید هم خونه باباشه، فقط برای این برنامه ها میاد تو دادگاه. اینم یه ماجرا. فردا ساعت 4 بعد، بله به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید. آره دیگه وقتی اون نسیم میاد میزنه اینا رو میندازه، چون اگر نسیم شتاب زده بشه میشه طوفان، درست میگم؟ و الا نسیم همه دوست دارن، ولی همین نسیم اگه تون بره میشه این دوستمون. من نوشتم، وقت گذاشتم، ایشونم لطف کرده میخواد جواب بده، حالا داره سر راه که میره. خانم من که عجله ندارم، برو سر راه که رسیدی، وقتی نشستی درو که بستی صدای باد نمیاد پیام بزن. خب اگه ما بلد نیستیم یه پیام بذاریم و میخوایم بریم ایران رو نجات بدیم، نکنید این کارا رو. آخوندکا رو ببینید تو ایران، یه آخوند جوانی میاد میشینه صحبت میکنه، ببینید چند نفر پای منبرش نشسته. شما نمیخواد به من بگی، من میگم همه رو پول داده. خب از کجا، چه جوری، چرا شما یه برنامه اینجوری درست نمیکنی؟ آقا هر کی به ما زنگ میزنه میخواد برنامه بذاره، اول میگه البته من پول ندارم. میگم خب این هم اول میگفتی تو ما بری، خیلی ممنون که اول گفتی، آره دیگه میدونی وقت بیشتر نذاری. ولی چجوریه اینا پولاشونو میدن به تلویزیونای دیگه میان بعدم جمع میکنن؟ یه روز آقای شهرام همایون داره اوراق قرضه میفروشه. شما اوراق قرضه میدونید چیه؟ تو آمریکا بهش میگن باند، با استاک فرق میکنه. استاک شما یه کارخونه‌ای داری، به یه جایی که رسید پابلیک میشه، استاکشو میفروشه. اوراق قرضه شما یه چیزی نداری، پول میخوای از مردم قرض کنی، اسمش هم باهاشه، پول میخوای از مردم قرض کنی بری یه چیزی رو بسازی. مردم باید به شما اطمینان کنند که سربی وقتی میگه آقای مانی، آقای فرزاد، آقای سعید، آقای پتیک، پتیک نه با پتیک دیگه از بس کمک کرده من، شما باند نمیخوام بابا، من پول میخوام، حمایت کنید بدین، میخوام باتری بخریم برای این، به این پی سی نیفتیم. اونا اطمینان کنن که این سربی آبجوش توی یخچاله، پولو نمیخواد آبجو، پولشو میخواد ببره بده باتری. چه جوریه که اونا اون اطمینان رو تونستن کسب کنن، شماها نتونستید؟ من بهتون میگم نمونهش همین آقای آبتین. آقا 5 سال 6 سال پیش اومده اینجا برنامه گذاشته، سر حساب کتاب اختلاف پیدا کرده. آقا این رفته نوشته سربی مأمور جمهوری اسلامیه. خب آخه بی معرفت، ببخشید نمیخوام بگم بی ناموس، بی شرف، بی معرفت. من اگه مأمور جمهوری اسلامی هستم، تو چقدر احمق بودی که به این سادگی اومدی؟ اگه نیستم چقدر نامردی که اینجوری میگی؟ فرستادم برای آقای نیساری، آقای نیساری گفت نه ایشون باید پاکش کنه. گفتم من اصلا برام مهم نیست، بذار این بذاره، یا یه عده منو میشناسن یا نمیشناسن. اونی که میشناسه قبول داره، میگه نه آقا سربی نمیشناسه. اونی که نمیشناسه میگه بذار من برام ببینم این سربی کیه. میاد بعد که منو میبینه به شما میخنده، میگه آقا اینا همه رو گفتن مأمور، دیگه ما کسی رو نداریم که نتون بتونیم بهش بگیم مأمور نیست. آقای مانی خیلی زیرکه ها، یه سوال ساده گفت شما یه نفر رو بنویسید که بهش اطمینان دارید. آقا همه تون وقتی میان میگین ما ما ما، و وقتی یکی میگه آقا این ما کی هستید، محرمانه است. یاد آقای فردوسی میفتید، یا آقای فردوسی دیوانه بود میومد اینجا میگفت جنبش چی بهش میگن؟ آرمی، سالویشن آرمی، اونم میگفت سالواسیون آرمی. اولا اون بیچارهایی که از من کم سوادترن فکر کردن این وقتی میگه آرمی منظورش ارتش، نمیدونستن آقا جنبش صدقه ها و اینها. بعد میگه اینو که من نمیتونم تو تلویزیون بگم، حالا پول داده $200 $300 با آقای امید امیدوار نشسته اونجا یه ساعت مشتری جمع میکنه، ولی شما اگه زنگ بزنی من میام بهت میگم. خب آخه یکی به این بگی احمق، اولاق، حیف کلمه اولاق که به این فردوسی بگیم.
سربی اگه مأمور جمهوری اسلامیه بهت زنگ میزنه میگه آقا به بچه دومی چه سری چه پالونی رو داد، من میخوام با شما همکاری کنم، 500 دلارم میرزه به حساب تو کرخر که با دیدن 100 دلار زن بچت هم میفروشی، میاد ببینه طرحت چیه. چرا دروغ میگید به مردم؟ ولی به همون هم پول دادن آقای نیساری، آقا به آقای فولادوند هم پول دادن. حالا آقای فولادوند یا لوره یا بختیاریه یا قشقایی، من این ایلات رو خیلی خوب نمیشناسم، پول دادن. خانم رفت خونه شو گذاشت، مورگیج گرفت. حالا خانم هم بدبخت شوهرش کی بوده یه خونه بدون قسطی برای این گذاشته، چون تو آمریکا همه قسط دارن تو خونه هاشون. رفت خونه شو گذاشت، پول گرفت، پول رو داد به این. این هم که رفت و بعدم میگن با یه دختر جوانی رفته، خیلی هم میگن انداختنش به گونی بردنش ایران و فلان و اینها. اینجوری آقا یه کتاب بگیریم دستمون چگونه؟ من میخوام آقا یه کامپیوتری بذارم، نمیدونم چی جنریشن 7 i 7 اینتل 7 بذارم داخلش، الان شده اینتل 9. اوکی، میرم نگاه میکنم، 4 تا ویدیو نگاه میکنم، میخوام یه کامپیوتر 600 700 دلاری 1000 دلاری درست کنم، 10 ساعت وقت میذارم. اون وقت طرف میخواد بره یه آخوندی رو دستگیر کنه در کشور آلمان، خودش کجاست؟ خودش تو کاناداست. تا حالا چند بار برای خودش دردسر درست کرده؟ 100 بار. ما بهش گفتیم آقا نکن این کارو. اون سوزان خانم همشهریمونه، فامیلش هم یادم رفت، گفتم خانم اینجوری نیست. رفت گرفتنش، برو امروز داریم میریم پلیس آقای فلانی رو آزاد کنیم. بزرگترین افتخار اینا این شده بود که برن آقای ممقانی رو تو کانادا آزاد کنن. آقا عجب ما خری هستیم، این که آزاد بود خودش انداخته زندان، حالا یکی بیاد آزادش کنه؟ بذارید من براتون خیلی جالب مثال بزنم. بچه نوه ما، بچه پسرمون دیروز اینجا بود، یه چیزی رو پرت کرد رفت، یه توپ به اینقدی گم شد رفت، هر چی دنبالش میگشتیم پیداش نمیکردیم. یکم هم شروع کرد به گریه کردن، گفتیم بابا سرکو پیداش میکنیم، ما خوابیدیم دیدیم رفته زیر یه چیزی، پیداش کردیم. همچی که پیداش کردیم اومد گفت من پیداش کردم، انقدر خندیدم همون موقع یادم افتاد به این دوستان، خودشون مشکل درست میکنن، تازه یکی دیگه که میاد کمکشون میکنه نمیگه تنکیو تو کمک من کردی، میگه خودم پیداش کردم. حال تو پیداش کردی، برو گریه نکن، من کاری ندارم. آقای نیساری که ایراد میگیره که من با تماس گرفتم با اینا گفتم کارهای حقوقیشو من میکنم، با من تماس نگرفتم، یه روز اینجا بنویسید چه کسانی تماس گرفتن با آقای نیساری یه حرفی بزنن، آقای نیساری بهشون جواب نداد، وقت نداشت. چرا وقت نداره؟ آقا این کاری که میخوای بکنی شما باید اول یه نفر استخدام کنی، نامه ها تو، فیسبوک تو، پیام تو اینها. چرا سربی میاد التماس میکنه به دوستان؟ آقا لطف داری ولی به من زنگ نزن، بگو به من زنگ بزن، من توانم اینه که پیامای شما رو بشنوم، اگه لازم بود زنگ بزنم، زنگ کوتاه. اگه یه روزی نتونم توی پیام من اینو میگم که دوستان به دلیل وجود 20,000 نفر من امکان تماس با شما را ندارم، فقط اگر خیلی امرجنسیه. بعدم به شوخی میگم اگه امرجنسی به من چرا زنگ میزنی؟ مگه من اورژانسم؟ حالا صحبت از اینها شد، بریم یکم هم آمارا رو نگاه کنیم ببینیم این چنده. بله این پروگرام دو، یکی اینجا، بله نگاه کنید اینجا مثل که نقل 280 خورده هزار نفر، بعد این یکی میگه 309,000 نفر. بذارید باز بیانش اینجا، نه اینه، اجازه بدید چجوری نشونش بده، پلیر 3، بله اینه، نمیدونم دلیلش چیه، 309,000 تا اومدن، 30,000 تا نمیدونم ریاکشن نشون دادن، اینقدر فلان کردن. بهتونم گفتم من خیلی با آمار و ارقام کاری ندارم، ولی بعضی وقتا هم مهمه و ما اگه بگیم اصلا کاری نداریم دروغ گفتیم. مثل که این تصویرش خیلی خوب نبود، من با این بهتون نشون بدم. بذارید فیسبوک یکیش 200 و چند تا بود و مهم نیست دیگه، حالا قبول کردید قبول کنید، قبولم نکردید که مسئله نیست. من یه فیلمی رو گفتم برای پتیک فرستادم و این پتیک گفته که مثل اون فیلم قبلی که براتون نشون دادم از تلویزیون مردم نشون بدیم، اگه تو برنامه هم نشون بدم یوتیوب یقه ما رو میگیره، هم برنامه رو استاپ میکنه هم بعدن ور میداره این ویدیو رو، نمیذاره ما به صورت بایگانی داشته باشیم.
به نظر من رو فیسبوک برای شما فیسبوکی ها اینجا گذاشتم، روی یوتیوب اون پایین چیز لینک اگه بذارم اشکالی نداره. ضمناً اینجوری هم 18 دقیقه از برنامه‌مون رو نمیخواد به این بدین، بعد توی اون روزانه بازپخش ها اونجا مال خودمونه، اون استریمینگ اون مال خودمونه، هر چیزی رو میتونیم نشون بدیم و گاهی وقتی هم زیرابی قاچاقی یک چیزی کپی رایت و اینام داره اونا رو نشون بدیم. تهران شناسی فیلم مستند تهران پایتخت ایران است. دوستان طرفدار پادشاهی به خودتون یک لطفی بکنید، این فیلم رو برید ببینید، ببینید اگه یه عده‌ای بهشون هی توهین نکنید، بگید نادان بودن، اونا آدمای حساسی بودن که نمیتونست این ور خیابون زندگی کنه ولی همسایش گرسنه باشه، نمیتونست این منطقه زندگی کنه، استخر داشته باشه، وسیله داشته باشه ولی اون ور مدرسه نباشه. بابا خود طرف میگه نمیدونم چندین هزار نفر اینجا زندگی میکردن، دو تا مدرسه داشتن، میگه اینها از سرما سگها رو بغل میگردن که گرمشون بشه. حالا طرف اومده میگه زمان شاه اینها سگها رو بغل میکردن که گرمشون بشه، حالا برن آخوندها رو بغل کنه. عزیز من این اشتباهه، اگه اینجوری شما بگید اونم میاد مسخرتون میکنه. آقا عکس مسجد سلیمان این دوستمون خانم قاسم اختر قاسمی میذاره، مسجد سلیمانیه، میگم خانم سلیمانی، خانم اختر، خانم لعنت به این آخونده که واقعا این ساختمان های چند طبقه اهواز و آبادان و خشایار و کوت عبدالله و اینا رو خراب کردن، به جاش هم چیزی نساختن. خانم نبود، اینا حکومتشون دنباله حکومت شاه و پدرش هست. این آقایی که به این قشنگی پیام گذاشته اگه اسمشو نگفته بود دو بار، هم اول هم آخر من پیامشو پخش میکرده تا ببینید شاه و رضا شاه چه کردن. به نظر میاد مسنم باشن. آقا خیلی ممنون، من پیام شما رو گرفتم، اینجا هم نوشتم پیام برای آقای برنامه آقای لادن، این را هم خط میزنم، پیام دوستی که برای آقای لادن بود. این فیلم تهران شناسی دوستان اثر کامران شیردله، شما برید این آقا رو ببینید با چه، اینجا میگن down to earth، یعنی دیگه اینقدر این طرف میگن خاکیه، خاکی اومده میگه من این فیلمو که ساختم گفتم یه کسی این فیلمو به شرف عرض برسونه، ببره به شاه نشون بده. و ای کاش این بادمجون چیای دور قابچی برده بودن. البته ما خیلی باور داریم که اطرافیان شاه بد بودن، نه آقا نه خانم، خود شاه اگه خوب بود اطرافیانو میزد کنار. برید نگاه کنید ملک حسین وقتی از ایران با قهر رفت به شاه گفت برادر بیا بریم تو خیابون، بیا بریم تو بازار، بیا با لباس بدل بریم درد مردم رو بفهم حلش کن. شاه نرفت، ملک حسین بدون خداحافظی ایران رو ترک کرد. حالا شما میگی شما از کجا میدونی؟ خب چجوری نوری زاده میاد از خشتک و رخت خواب خامنه ای برای شما میگه که امروز شورتش چه رنگ بود؟ یکتون زنگ نمیزنی آقا شما از کجا میدونی؟ منی که دارم شاهد زنده رو آوردم، ویدیوش هست، آقای احمد علی از مسعود انصاری میگه اومده بود شمال بودیم، رامسر بودیم، اومد تهران، اومد فلان، بعد عصبانی شدم، شما میگه اونو قبول نکن. خب ساعت 3:29 است، اجازه بدید که یک کمی calm down ریلکس، من اسم آقای امیر حسین لادن رو اینجا بنویسم و بریم سراغ ایشون. آقای امیر حسین لادن یه مقاله نوشتن در باره اون رومینای 13 ساله و ماجرای کی؟ این آقای جورج فلوید در آمریکا، اندیشکده آگاهی و شناخت. و اینجا هم این رو بیارم و من اول مقاله رو میخونم، بعد درباره این مقاله سوالاتی که به نظرم میرسه با ایشون در میون میذارم صحبت میکنن. اگر شما سوالی به نظرتون رسید بگید یا بنویسید، من به اصطلاح اونها رو هم میخونم. و ایشون ممنونم که تا حالا این برنامه رو به این صورت پیش بردن.
سباتبار شاه از رساله خمینی وحشت داشت، در صورت که اگر مردم آن را به دقت می‌خواندند. وافری من بارها گفتم باید اینو مجانی چاپ می‌کردن، در اختیار مردم می‌ذاشتن، ولی وحشت ترسو بودن. بعد هی برات نمیدونم فلان جا فلان جزیره رو بخر، جنوب فرانسه، آقا برو ایران رو بخر، برو جای ایران رو بخر، اونام آباد بشه. کانکتین آها تصویر شما رو من ندارم. آها الان اومد، خیلی هم عالی. صدا هم خیلی عالی الان. بله همه چیز خوبه و ماشاءالله از قبلم جوانتر شدید. چون به یکی گفت آجرای مورو که خدمتون گفتم خیلی خوبه. بله دوست منم اتفاقا باید اینجا یک سلمونی درست حسابی برم و بگم برای دوستان که شما اون سلمونی همیشگیتون متاسفانه مشکلی پیدا کرده و اینها. حتما. بله دوستان عزیز، آقای لادن این دوست خوبمون، معلم عزیز من، رفتن بعد از اینکه حالا دیگه باز شده سلمونی ها و اینها و متوجه شدن اون سلمونیه بنده خدا سرطان گرفته و به اصطلاح نمیتونه کار کنه، رفتن یه جای دیگه. دیروز برای من با خنده نوشتن که به نظرم میاد این آقا سلمونی ارتش بوده، چون موهای منو ارتشی کوتاه کرده، کروکات. و این چه مونده؟ بله اینو شوخی میکردن تو ایران، میگفتیم به هم دیگه. بعد بهش گفتم که گفتم من یاد اون شعر افتادم که گفت سرم را سرسری نتراش، ای استاد سلمانی، که من هم در دیار خود سری داشتم و سامانی. و داستانی هم در این مورد هست، برای ایشون فرستادم، اگر خواستن صحبت میکنم. آقا بازم ممنون از شما، بازم ممنون از این مقاله های کوتاه ولی پر محتوا که به عمق این مشکلات ما مخصوصا اخیر. و حسن مقاله اینه، با وجود که دیدم بعض وقتا شما مثلا میگید 10 سال پیشم من اینو نوشتم، ولی با استناد به اونها شما میاین و یه مشکلی رو که مشکل روز ایران و آمریکا و هست اینا عنوان میکنید و اجازه میدین ما هم سوالاتی در اون مورد بپرسیم از شما. اولا که خیلی ممنون، خوش آمدید و اگر صحبتی دارید با دوستان بیننده و شنونده بفرمایید. من چند تا سوال بعد از این مقاله‌ای که شما نوشته بودید برام هست میپرسم که شما لطف کنید پاسخ بدید. به دوستانم گفتم اگر سوالی هست بنویسن اینجا یا بعداً تماس بگیرن. ضمناً جا داره از اون دوستی که لطف کرده بود پیام گذاشته بود تشکر کنم، ولی پیامشون رو پخش نمی‌کنم مگر اینکه دوباره زنگ بزنن یه پیام برای بیننده‌ها بذارن. اینجوری ما احترام میذاریم. از دیگر دوستانم خواهش میکنم اول برنامه اول پیامشون بگن که این پیام خصوصی هست یا نیست. ببخشید من زیاد صحبت کردم آقای لادن، این شما و این هم بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. نه خواهش کنم، استفاده کردم، سپاسگزارم. فقط میخوام درود بگم به بینندگان تلویزیون مردم و همیهنانم. آماده است. خیلی ممنون. توی این مقاله‌ای که شما راجع به رومینا در ایران، کشته شدنش توسط پدرش، و جورج فلوید کشته شدنش در توسط یک پلیس سفید پوست، و هنگامه‌ای که اینجا راه افتاد و توی ایران ماجراهایی که بود و اینها توضیح دادید که اینها همش ریشه فرهنگی و مذهبی حتی بیشتر داره. خیلی هم قشنگ بردید عقب، همه رو توضیح دادید و که حتی راجع به بردهداری هم مثلا واتیکان و اینها اجازه دادن. حالا اینا رو میذاریم خود دوستان هم مقاله رو بخونن، من مقاله رو لینکش رو اینجا میذارم برای دوستان روی فیسبوک. سوالی که پیش میاد اینه که چجوری این وقیح ترین بیشرمانه ترین فجایع مانند کشتن فرزند دختر و یا نابوده یک انسان بیگناه عادی سازی پذیرفته و بخشی از زندگی مردم یک کشور حتی جهان میشه که هست جاهای مختلف دنیا. اینو یه مقدار لطف کنی برای ما باز کنی. حتما سپاسگزارم. ما تو فرهنگمون به فرزند میگیم جگرگوشه، یعنی فرزند برای پدر مادر بسیار بسیار عزیزه، یعنی ما حاضریم که خودمونو فدای بچه‌مون بکنیم. پس چگونه
امکان داره که یک پدر یا مادر فرزند دلبند خودشونو بکشن و نابود کنن. از دید من هیچ پاسخی جز جهل و نادانی مطلق که به تأیید مذهب رسیده و مورد رضای خداست وجود نداره. البته اینجا دیگه اهریمن و خدا با هم دیگه تفاوتی ندارن و هر دو توی مسیر حرکت میکنن. در مورد نابودی یک انسان هممون دیدیم، این پلیسی که جورج فلویدو کشت در حالی که دستش تو جیبشه خیلی بیخیال ایستاده، مانند کسی که منتظر این که ساندویچش آماده بشه، زانوش رو روی گردن قربانی اینقدر نگه میداره تا جان میده. منو یاد مرغ کشتن تو ایران میندازه که پاشونو میذاشتن روی بال مرغ تا جون بده. ببین دیدن چنین صحنه قتلی هر انسانی رو به شدت آشفته میکنه. خب برای همینه که ما هممون شاهدیم بیش از 2 هفته است، فکر کنم الان 17 روزه، میلیون ها تن تو خیابونا اعتراض میکنن و فریاد میزنن، چون برخی از شعارها در مورد تبعیض و نژاد پرستیه. یکی از دوستان تو اندیشکده پرسید چه مدرکی وجود داره که پلیسی که جورج فلویدو کشت نژاد پرست؟ من پاسخ دادم جرم اون پلیس نژاد پرستی نیست، جرمش قتله. یه دوست دیگه گفت آره ولی این جورج فلوید آدم نادرستی بوده، اله کرده، بله کرده، چنین کرده. من پاسخ دادم بنابراین از نظر شما پلیس حق داره که نقش دادستان، وکیل مدافع، قاضی و میرغضب رو ایفا کنه. پس حقوق انسانی، قانون، دادگاه، مدرک، شاهد، اینا همه کشکه، بعد بقیه رو تعطیل کرد. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. بله درباره این که این آدم درستی نبوده، حتی فیلم های سکسی داشته و اینها رو پخش کردن، ولی دیدیم به قول دیگه به استناد گزارش ها که میلیون ها نفر آمدن و داره یه نتیجه هم میده، هم در مجلس، هم در اداره پلیس، و هم ترامپ رو مجبور کرد بالاخره امروز یا دیروز اسمش رو بیاره، چون یه هفته پیش گفت از اون بالا داره نگاه میکنه، خیلی هم خوشحال از آمار بیکاری دولت من. آقای لادن، این نژاد پرستی نتیجه فرهنگ سنتی و نادانیه که به تایید مذهب رسیده. دوستان من این تاکید میکنم به تایید مذهب رسیده. حالا چگونه نژاد پرستی در آمریکا شکل گرفت؟ نژاد پرستی تو آمریکا با آوردن چند میلیون سیاه‌پوست به آمریکا شکل گرفت. جالب اینجاست که اولین کشتی در حدود 400 سال پیش در سال 1619 با 20 سیاه‌پوست وارد جیمز تاون در ایالت ویرجینیا میشه، فکر کنم نزدیک شما. این اهالی سیاه‌پوستا رو خریداری میکنن و این میشه آغاز بردهداری در اون منطقه. بردهداری واقعیت اینه که با نیاز به نیروی کار برای تولید مواد خوراکی و کار در مزرعه آغاز شد، ولی با طمع و سرمایه‌داری رشد و نمو کرد و شد بخشی از زندگی. اهالی ویرجینیا که از اروپا مهاجرت کرده بودند سفیدپوست مسیحی بودند. برای بردهداری و آروم کردن وجدانشون، چون بردهداری یه کار بسیار بسیار شنیع و غیر انسانیه، اینا برای آروم کردن وجدانشون نیاز به دلیل و منطق و تأیید کلیسا داشتن. اینی که دست به دامن کلیسا شدن، کلیسا و روحانیت با برداشت‌های از انجیل بردهداری رو تایید میکنه. من میخوام دوتا از اون مأخذا رو براتون بخونم. یکیشون دفتر هست افیسیانز آیه 6
بخش پنجم میگه برده ها از خشم خداوند بترسید و از صاحبانتان صمیمانه اطاعت کنید، همانطور که از مسیح اطاعت میکنید. بعد یه دونه بخش دیگه هست، یه فصل دیگه هست که اسمش از پیتر، که آیه دو بخش 18 میگه از خدا بترسید و تسلیم صاحبتان بشوید، نه تنها صاحبی که خوب و با احتیاط است، بلکه صاحبانی که خشن و زورگو می باشن. خب این انجیله. و اما گفتم روحانیت هم اینا رو تایید کرده، میخوام یک بخشی از این تایید روحانیت رو برای بینندگان بگم. در سال 1610، یعنی 410 سال پیش، یک کشیش کاتولیک از قاره آمریکا نامه می نویسه به دفتر کاتولیک ها در اروپا. اسم این کشیشی که نامه می نویسه هستش پدر ساندوال، و در این نامه یک پرسش خیلی مشخصی داره. میگه آیا، به نظرم خیلی جالب، میگه آیا اسیر کردن، نقل و انتقال و برده کردن آفریقایی ها از نظر فلسفه مسیحیت و کلیسا قانونی است؟ برادر روی لاندوان، متصدی اون دفتر در اروپا، در 12 مارچ پاسخ میده. اینم توی گیومس میگه اندک تردید اخلاقی نداشته باشید. هیئت امنای کلیسا در لیسبون که شخصیت‌های عالم و متدینی هستند، این موضوع را بررسی کردند، صحه گذاشتند. همچنین دیگر علما، بعد یه چند تا شهر رو نام میبره، همه بر این موضوع صحه گذاشته و اشکال اخلاقی نمیبینن و آن را تأیید مینمایند. اینم از روحانیت، یعنی هم در انجیل هست هم روحانیت این کلاه رو درست کردن. طی 3-4 قرن نخست 10 تا 15 میلیون سیاه پوست به عنوان برده به قاره آمریکا آورده میشن. بردهداری خیلی سریع تبدیل میشه به یه پدیده سازمان داده شده نیروی کار، با تأیید مذهب قانونی میشه. حضور میلیون ها سیاه پوست که از دید سفید پوستان مسیحی اروپایی در آمریکا وحشی یا نیمه وحشی بودن، آروم آروم یک احساس برتری نژادی به وجود میاره. برای برخی ها همراه به تنفر، برای بعضی ها حقیر شمردن سیاها، و برای برخی دیگه با احساس ترحم ارباب به زیر دست. واژه تحقیرآمیز نیگر که ما به فارسی میگیم زنگی، از سال 1838 شروع میکنه به کار گرفتن و استفاده شدن. در سال 1892 قانون جیم یا جیم کرو در شهرها و ایالتها مستقر میشه. جیم کرو قانونش میگه که سیاهان حق رأی ندارن و جدایی و تبعیض نژادی باید در تمام امور زندگی برقرار باشه. از اون موقع سیاها حق ورود به رستوران، هتل، وسایل نقلیه مثل اتوبوس، ترن، دستشویی، کلیسا، حتی محل آب خوردن که سفیدا میرفتن، سیاها حق ورود نداشتن. این قانون جیم کروه که در ضمن میگه که جدا ولی برابر، میگه separate but equal، ولی 100% جدا و نابرابر بود. بعد از جنگ داخلی آمریکا
سیاها اجازه داشتن که مدرسه داشته باشن، ولی فقط و فقط مدرسه سیاه و معلم سیاه. سیاه پوستا 350 سال با این نژاد پرستی زندگی کردن تا اینکه انقلاب اجتماعی دهه 1960 میلادی در آمریکا، حضور میلیون ها شهروند تو خیابونا و جنگ و جدال، بالاخره تونستن که حکومت رو وادار کنن که قوانین برابری در مقابل قانون رو بگذرونه. و دو تا نمونه از این قوانین، یکیش هست قانون مدنی 1964، یکیش هست قانون انتخابات 1965 که به مرور تغییرات اداری و سازمانی مهمی رو رقم زد. ولی نژاد پرستی که در فرهنگ جاسازی شده تنها با قانون قابل تغییر نبود و نیست، بلکه نیاز به دگرگونی اساسی و هدفمند در آموزش و پرورش داره. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. شما راجع به انجیل گفتید و راجع به روحانیت. آقای مانی خورسندی هم نوشتن که در قرآن هم بردهداری را آزاد کرده، فقط گفته با آنها مهربانی کنید و کنیزها را هم حلال کرده براشون. بعد ایشون همچنین سوال کرده که آقای سربی، یک سوال، آیا اندیشکده آقای شناخت با آقای فرزاد نیساری هیچ همکاری دارند؟ من فکر نمی کنم. شما گفتید نه دیگه، درسته؟ کاملا. بله. پاسخ منفی. بله بله. شما از گفته شما که روحانیت اینجوری، نمیدونم کلیسا و انجیل و اینها اونجوری، میشه پس بگیم که بنابراین مذهب، چه مسیحی چه اسلام، نه تنها سازنده نیست که نقش تخریبی هم داشته یا دارند. برابو. بله. کاملا همینطوره. من پاسخو میخوام از کتاب خداسالاری و درماندگی دو ست جملهشو بخونم. این تو گیومه است: دشمنی با هر گونه دانش و اراده و آزادی از صفات ویژه مذاهب، یعنی همش. و روحانیت تو ایران برای کنترل بیشتر و بهتر گله متدینین با خردگرایی، دانش و دانش در ستیز و مبارزه بوده و تلاشش در ترویج آخرتگرایی، قضا و قدر و توهم جبر و مشیت الهیه. جامعه روحانیت با قوانین مدنی، قانون مداری، پیشرفت مدرنیته مخالف و در ستیزه با همه ادعایی که میکنه این جامعه روحانیت. این به نظر من خیلی مهمه، تنها به سه مورد مخصوص خیلی خیلی حساسیت داره: شکم، کیسه و تنبان. وقتی پای این سه چیز به میان میاد، خدا و پیغمبرا و امامانو به خرمایی میفروشه، فلسفه فکرشون در چارچوب سرهمبندی کردن موهومات و خرافات. روحانیت قانونگذاری غیر مذهبی رو خلاف شرع میدونه و حکومت مردمی رو نامشروع، یعنی اصلا با نمایندگی مردم که خارج از مذهب باشه موافق نیست. احمد کسروی می نویسه که خودخواهی و خودپرستی درباره چارپایان و دیگر جانوران راست است. سرچشمه کارها و خواهشهای آنها جز خودخواهی نیست. گوسفندی را سر می برند، گوسفندان دیگر پهلوی آن آسوده می چرند و به جای دادن روپوش خود به او، اگر کلاهی به سر او باشد می رو باید. با نرنظر گرفتن دو هفته تظاهرات میلیونی و پیوسته
در شهرهای مختلف آمریکا به نظر میرسه که کشته شدن جورج فلوید بی ثمر نباشه و میدونیم که در ایران کشته شدن رومینا احساسات بخش بزرگی از جامعه رو برانگیخته و داغ زنان رو در مورد تمام بی‌عدالتی‌های 14 دهه گذشته تازه کرده. وظیفه نخبگان و شهروندان آگاه میهنمونه که این احساسات رو تبدیل کنن به عمل، با برنامه‌های مرتب و هدفمند مبارزه مدنی رو گسترش بدن. تغییرات قانونی و دگرگونی فرهنگی که ما در ایران به آن نیاز بیچون و چرا داریم به خودی خود به وجود نمیاد. باید اونایی که میدونن و میتونن دست به کار بشن. قبلا در این مورد گفتیم که با قلمی یا قدمی یا درمی گام بردارن برای دستیابی به این به چنین هدف مقدسی. باید مدعیان دروغین امامت و نمایندگان ساختگی پیامبر را حذف کنیم. با برپایی دولت مردم سالار ایرانی نه تنها با آموزش و پرورش خردگرا و هدفمند مردممون رو بیدار و آگاه و شهروند بکنیم، بلکه با بکار گرفتن تمام اهرم‌های ثروت و قدرت و شبکه‌های موجود جامعه مدنی مورد نیازمون رو به وجود بیاریم. رهایی خودمون و نجات میهنمون در گروه حرکت آگاهانه و پیوسته میباشد. سپاسگزارم. خیلی ممنون. این قسمتی رو که شما از کسروی گفتید من تو مقاله خوندم، الانم دارم نشون میدم و من حقیقتش اونجایی که میگه به اصطلاح گوسفندان یک شوک سر میبری، اونای دیگه وای میسن و باید برای من سوال شده. نه ببینید، اولا خدمتتون بگم که اونایی که با نوشته های کسروی آشنان، ایشون خیلی روان نمی نویسه، مشکل درک همه نوشته هاش. و اینجا اشاره کسروی به انسانایی که ما خودمون می دونیم که تو میهنمون وقتی دارن توی تظاهرات، مثلا همون دختر خانومی که یه پلیس واسطه داره با باتون میزنه، کسی اعتراض نمیکنه. وقتی میبینن یه هموطنی رو دارن شلاق میزنن، به جای اعتراض کردن تماشا میکنن. یا میبینن یه نفر دارن اعدام میکنن، هزارها نفر میان جمع میشن، فکر میکنن رفتن فانفار یا رفتن پیکنیک، مشغول خوردن ذرت و نوشیدن پپسی هن. این داره اشاره میکنه به این که بابا این ما آیا ما انسانیم یا گوسفند؟ خیلی ممنون. خیلی خوشحالم که شما میگید که کسروی ساده نمی‌نویسه. چرا این فرهیختگان ما ساده نمی‌نویسن؟ چون معروف شده بود که خمینی همیشه اینجوری حرف نمی‌زده، عمدن اینجوری حرف می‌زده که به زبان عامی و عمومی و مردمی باشه. حالا چرا وقتی که ما به اصطلاح این دوستان، نمیخوام بگم تا 4 تا کتاب میخونن یا 4 تا کتاب مینویسن، حرف زدنشون نوشتنشون با ما فرق میکنه که منی که حالا 4 کلاسم سواد دارم میخونم متوجه نمیشم؟ خب چرا یه مثال نمیزنن که ما متوجه بشیم؟ به نظر شما چرا؟ یه چرای دیگه هم هست. آقای مانی میگن وقتی که دو فرهیخته، منظورشون شما هستن و آقای نیساری، با هم مراوده ندارن، ما از دیگران چه انتظاری باید داشته باشه؟ به نظر من قرار نیست همه با هم در ارتباط باشن. ولی بفرمایید شما نظرتون درباره این دو چرا. حتما نخست در مورد مسئله که شما مطرح کردین، برای اینکه خیلی مهمه. خیلی. من دو چیز میبینم. یکی این که وعبت ریشش در خارج از ایران در دانشگاه ها بین استادا بود. یه دونه چیزی بود تو دانشگاه وقتی استاد درس میده، خود دانشگاه از استاده انتظار داره که باید جملش اینه، میگفتن publish or perish، یعنی باید یا یک نوشته هایی رو منتشر بکنه یا کارش از دست میده. خب اون نوشته ای که استاد منتشر میکرد برای دانشگاه
میبایست یه نوشته بسیار بسیار در سطح بالا و مستند و نوآوری باشه. خب اون میدونین که برای مردم نمی نویسه، پس بنابراین واژه هایی که به کار میبره، نحوه نوشتنش یه حالت دیگه داره. و اون توی روشنفکرای مدعیای روشنفکری در ایران رواج پیدا کرد و فکر کردن که اگر با واژه های قلمب سلمب بنویسن یعنی شعورشون و سوادشون بیشتره. ولی من فکر کنم مثالی که شما زدین نشون میده که یه ملای یا آخوندی مثل خمینی شعورش از بیشتر مدعیان روشنفکری بیشتر بوده که میدونسته چجوری با مردم تماس ایجاد کنه. برای اینکه اگه ما حرفی برای گفتن داریم ولی اونطوری که مردم درک میکنن و میفهمن نگیم، پس به قول عامیانه برای عممون داریم حرف میزنیم یا مینویسیم. خیلی مهمه که ما نوشته و گفتمون در حد باشه که نمیگم حالا بیاریمش در پایین ترین سطح، ولی حداقل در سطحی باشه که اکثریت درک کنن و بفهمن و براشون قابل استفاده باشه. و اما در مورد اشاره دوستمون راجبه این که چرا من یا اندیشکده با یک شخصی یا یک گروهی مراوده نداریم، ما آماده ایم با کمال میل با همه گفتگو و مراوده داشته باشیم، ولی باید یک چیزهایی به وجود بیاد که ماها رو با هم دیگه نزدیک کنه و جلب و جذب کنه. بسیار ممنونم، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. من در طی برنامه اون به اصطلاح راه های تماس و اطلاعات اون رو گذاشتم برای دوستان و اندیشکده.net هم هست، خیلی ساده به این وسیله هم میتونن. ضمناً این کتابتون هم ممنون نشون دادم وقتی شما اسمش رو بردین، خدا سالاری و درماندگی. به دوستان پیشنهاد میکنم از این کلمه خدا سالاری وحشت نکنن، فرار کنن، بخونن ببینن چرا به این روز افتادی. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. امیدوارم برنامه های آینده در شرایط بهتری از لحاظ جهان و کرونا و اینها با شما باشه. بدون ترامپ. امیدوارم. خیلی پیشنهاد میکنم فردا برنامه ما رو ببینید. فردا برنامه فوق‌العاده داریم با آقای سعیدی. ایشون میخوان یه جورایی بگن که ترامپ راه و روشش درست چه جوری، من نمیخوام، برای من نمیدونم، برام جالبه. به همین خاطر چهار بعد از ظهر با ایشون هستیم به وقت شرق آمریکا. سپاسگزارم. آخر هفته خوبی رو برای همه بیننده ها هم میهنانمون آرزو دارم. ممنونم از شما. دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم و ویدیوهای ایشون به صورت بایگانی در یوتیوب پیدا میشه. فقط تایپ کنید اسم ایشون رو در گوگل، مقالاتشون، کتابایی که نوشتن، کنفرانسایی که داشتن و ویدیوهایی که من افتخار میکنم که یک شخصی مثل آقای لادن به این سادگی، به این آسونی با من و شما صحبت میکنه. و نمیخوام بگم چون سر و کارت به کودکان فتاد پس زبان کودکی باید ستاد. این مشکل ما همینه. حالا آقای لادن مثال زدن که در رابطه با دانشگاه یا پابلیش یا پریش، ولی این دوستان البته اونجایی که ایشون میگن شاید خمینی از دیگران بیشتر شعور داشته، شاید بیشتر از دیگران پدرسوختگی داشته که تونسته و دونسته چجوری رگ خواب مردم رو به دست بیاره. البته اونم باز لازمه، یعنی حتی در کار معلمی، در کار دبیری، تا اونجایی که خود من سابقه چندی ساله دارم، اونم لازمه که شما بعضی وقتا به اصطلاح از این تکنیک ها استفاده کنید. حالا زیرکی هست، اسمش زیرکی باشه، زرنگی هست، زرنگی باشه، پدرسوختگی هست، پدرسوختگی باشه. برنامه شماره 247 در دو قسمت 1 و 2 از آقای حسن ارشاد از ایران. ایشون دو هفته با ما برنامه زنده داشتن. من براشون گفتم چون کار ایشون تحقیقی هست و اونجوری اجرای برنامه از قبل ضبط شده بهتره، مخصوصا الان تو ایام تابستون، برقطع شدن اینجا، برقطع شدن ایران، ساعت اینجا، ساعت ایران. و ببینید برنامه‌هاشون رو، ببینید کیفیت برنامه‌ها از 274 هفته پیش
یا 274 یا 247 اینجا نوشتمش. همه اینا رو دیگه می‌نویسم به مغزم، کمتر اطمینان دارم. آقای ارشاد، حالا پیدا کردنش مشکل داره. 274، برنامه 274 آقای ارشاد رو با هم می‌بینیم. خیلی ممنون که با ما بودید. فردا با آقای سعیدی هستیم و درباره جریانات اخیر آمریکا صحبت می‌کنیم. شما هم می‌تونید به طور زنده در برنامه باشید. آقای خورسندی میگن نمای نیما یوشیجی جای گفته شعر باید به زبان عامیانه مردم باشد و خمینی این را فهمیده بود. ممنون و متشکر. دوستی نوشته چگونه، دوست عزیز چی چگونه؟ دیو بارش نوشته چگونه، من نمیدونم درباره چی چگونه، بعدم برام یه ایمیل بفرست تا ببینیم. مرسی که با ما بودید. برنامه ها رو پی میگیریم و این برنامه ها تکرار میشه در تلویزیون مردم. اگه برنامه داشته باشید بیشتر از هر تلویزیونی تکرار میشه، یعنی اگه از لحاظ مالی و بیزینس و تجارت یک کمی حساب کتاب کنید، بهترین جایی که میشه برنامه‌تون رو بذارید، هم توی فیسبوک هست، هم توی یوتیوب هست، هم توی تویچ هست، هم توی مردم تیوی دات کام، همین تلویزیون نقلی مردم تیویه. همچین هم وقتی میگم نقلی دیگه این آمارا داره نشون میده 280 خورده یه جا و 309,000 تا یه جا. خود شما قضاوت کنید. روز روزگار بر شما خوش.